بسیار عالی، بسیار عالی. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیزم. انشاءالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به کلاس امروز. انشاءالله که سرحال باشین. ما یه چند دقیقه حقیقتش کلاس رو دیر شروع کردیم و اگر آماده بودیم ما از هم رأس ساعت 5 هم خودم اینجا بودیم هم مؤسسه اینجا آماده بود، ولی چند دقیقه چون جلسه صفر بود و هنوز یه سری دوستان حقیقتش گیجبازی داشتن در می آوردن برای ورود به کلاس و یه سری پیام ها رد و بدل شد که آقا ما چجوری وارد کلاس بشیم و یه مقدار دوستان به هر حال گیجبازی در آوردن، ما یه چند دقیقه واستادیم که بچه ها بیان و شروع کنیم. خب ایشالا که حالتون خوب باشه. یک کلاس بسیار 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 مهم و انشالله جذابی رو انشالله امروز خواهیم داشت. البته خب جلسه صفر هست. جلسه صفر یعنی چی؟ یعنی یه سری صحبت ها من میخوام واسط بکنم که این صحبت ها خیلی مهمه، صحبت هایی که فقط تو جلسه صفر میگم دیگه هم انشالله تا آخر سال تکرار نمی کنم. این صحبت هایی که اول کلاس میکنم هم به عنوان دبیر نگاه کن به این صحبت ها که من میگم، هم به عنوان یک دوست، به هر حال کسی که حدود 10 ساله داریم خب این مسیر رو میریم و خب خیلی از شما شاید تازه دفعه اولتونه که میخوایم وارد این مسیر کنکور بشین و خب هنوزم تیر ماه هستش و کلی اتفاقات قراره واسه تون بیفته. یه سری صحبت ها حالا دوره همی ایشالا با هم خواهیم داشت، صحبت بسیار مهمی، سری تجربیات هم میخوام بهت انتقال بدم و بعدش هم انشالله در مورد کلاس سالیانه فیزیکمون میخوام باید صحبت کنم مفصل، تره درسمون، جزوهمون، این که قراره چی کار بکنیم، تفاوتای کلاس های امسال با کلاس های سال قبلمون به چه صورت، کلاس آنلاینمون امسال قراره چی کار جدیدی بکنیم، فضای کنکور رو میخوام واسه روشن بکنم، فیزیک کنکور قراره به چه صورت باشه، به چه صورت شده و کلی صحبت مهم و انشالله با من همراه باشین امروز. بعد از این صحبت ها میخوام در مورد یه مبحث خیلی مهم فیزیک هم یه تدریسی داشته باشیم، ما هم مبحث فشار که به هر حال اون دوستانی که امروز وقت میذارن و کنار ما هستن همین امروز یه سری نکات و یه سری تکنیک های مهم فشار رو میخوام بهت خفن یاد بدم که اگه همین امروز با من باشی همین تیر ماه یکی دو تا تست کنکور از 30 تا تست کنکور بچه تجربی یا 40 تا تست بچه ریاضی رو همین امروز یاد میگیری تو همین تقریبا 2 ساعتی که انشالله پیش هم هستیم. پس انشالله تا آخر کلاس با من باشید پرقدرت. من یه سری صحبت اولیه رو انجام میدم، بعدش وارد درس میشیم، یه سری نکات مهم فشار و یکی دو تا تست کنکور تو همین امروز بهت یاد میدم انشالله. یکی دو تا تست کنکور تو همین امروز خوب یاد بگیر و بعد انشالله دیگه شروع رسمی کلاسامو انشالله بعدا خواهیم داشت و پرقدرت‌تر انشالله میریم جلو. این فضا به این صورته. خب اما صحبت اولیه هم چیه؟ خب نگاه کنید بچه‌ها، به هر حال به عنوان کسی که حدود 10 سال سابقه تدریس تو بحث مسیر کنکور رو داره تو بهترین مدارس و مؤسسات مشهد، خداوند حالا توفیق داده به هر حال تو این چند سال بودیم، یه چند تا نکته بهت میگم هم به عنوان گفتم دبیر هم به عنوان دوست، لطفا گوش کن که به هر حال این اول مسیر کنکور که انشالله میخوای شروع کنی این چند تا نکته رو بهت میگم که انشالله واسط باشه تا آخر سال و بتونی موفق باشی. اما این چند تا نکته چیه؟ نکته اول اینا کن، اگر میخوای تو سال کنکور موفق باشی حواست باشه، فکر نکنی مسیر کنکور فقط مسیریه که دیگه باید از همه چیز زندگیت باید بزنی فقط بشینی شکل کتاب بشی بشینی بخونی، نه اینجوری نیست واقعا. شما بیشتر مصاحبه های رتبه های برتر کنکور اگه دیده باشی حالا تو تلویزیونی، مجله، تو فامیل، دوستی، واقعا اینجوری نبودن، اینجوری نبودن که دیگه ازم صبح تا شب، شب تا صبح فقط درس بخونن و بریز و بپاش و اینا، نه
اگه میخوای دانش آموز کنکوری موفق باشی، نظر من اینه: ساعت مطالعه بالا، تلاش بالا، سخت کوشی، اینا که واقعا هست، همه هم بهت گفتن، خودم میدونی، ولی نظر منو میخوای بدونی، دانش آموز موفق کنکوری غیر از اینکه حواسش باید به درسش باشه، حواسش باید به تفریحش باشه، حواسش باید به خوابش باشه، حواسش باید به تغذیهش باشه، حواسش باید به رفت آمدش باشه، همه چی کنار هم، یه معجون کامل واقعا باید واسط باشه اگه میخوای موفق باشی. اگر بخوای از همین اول سال روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 8 ساعت درس بخونی، همینجوری بری جلو، از همه چیز زندگیت بزنی، 2-3 ماه بعد بریدی. این توصیه جدیه من به تو. با یک شیب ملایم شروع کن، هر چی میری جلو درسته، تلاشتو بیشتر کن، ولی تا جایی که دیگه واقعا کشش داشته باشی. مهم این که همین شیبو تا آخر سال ادامه بدی، کم نشه. تا آخر سال با یه لم ثابت بیای. ما خیلی از دانش آموزا داشتیم تا مهر، تا آبان، تا آذر خفن خوندن، ترکوندن، ولی رسیده دیگه به ترم دوم واقعا بریده، دیگه گذاشته کنار، خسته شده. میخوام این اتفاق واسه تو نیفته. این اولین توصیه دوستانیه که من واسه میکنم. دومین توصیه، اینو دقت کن، تو فضا آنلاین هم دارم بهت میگم، خوب گوش کن به حرفای من. فضای کنکور، فضای خیلی روراست و صادقانه دارم بهت میگم، فضای پرتلاتومیه. یعنی حتی همون منابع رسمی اخبار کنکورم که میبینی، مثل سازمان سنجش، اینا میبینی الان چند روز چقدر با هم بحث دارن، چقدر با هم دعوا دارن سر اینکه آقا امسال عمومی ها هست نیست، دیشب یه خبر اومد، امروز صبح یه خبر داره میاد. حتی هم منابع رسمیش هم تلاطم توش، چی برسه منابع غیر رسمی. اینو دوستانه دارم بهت میگم عزیز من، گوش کن. فضای کنکور فضای واقعا پرتلاطمیه. حالا ما که تو شهر مشهد هستیم، قطعا یه سری دوستان هم از شهرهای دیگه تو کلاس ما الان هستن. کلن فضای کنکور خیلی فضای بدون حاشیه و منظم و جالبی نیست. این به عنوان یک کسی که برای حرفشینه دارم دوستانه دارم بهت میگم، خیلی این صحبت هم مهمه. نگاه کن، اگه کلاسی شرکت میکنی، اگه دبیری انتخاب میکنی، اگه سیستمی انتخاب میکنی، توصیه میگه لطفاً هر چیزی رو مستند بهش نگاه کن، به طور واقعی بهش نگاه کن. خیلی این حرف من مهمه. یا کن، حرف گفتن، رزومه ساختن، اینا واقعا کاری نداره، تو 30 ثانیه. خیلی دوستانه دارم بهت میگم، اگه سلطانی رو انتخاب کردی، واقعا اگه رزومه داره، برو رزومهشو مستند نگاه کن ببین چیه. سلطانی میگه طراح آزمونای قلمچی هستش، خب برو تو کانالش تو اینستاش نگاه کن ببین عکسی از سوالی که طرح کرده تو قلمچی واقعا هست یا نه. من خودم الان میدونم تو شهر مشهد 2-3 تا دبیر فیزیک بیشتر نداریم طراح آزمونای قلمچی هست، ولی شاید 1000 نفر الان تو رزومهشون زدن طراح آزمونای قلمچی. و میگم برو به طور مستند نگاه کن ببین واقعا تو کانالش تو اینستاش زده آقا مستندی رو نشون داده یا نه. آقا بعد از کنکور بلافاصله همه شاخ میشن، آقا تطابق کلاسای من با کنکور، خب با عکس و پی دی اف که نمیشه تطابق با کنکورتو نشون بدی. من اگه میگم تطابق با کنکور، این اومدم کاملا فیلم واقعی و مستندشو گذاشتم توی کانالم که میتونی نگاه کنی. فیلم مستندش تو کانالم هست، تو خود پیج مؤسسه هم هست دیگه، همه تو حتما دیدین. آقا ما آخرین فیلمی که گذاشتیم فیلم تطابق کنکورمون بوده، تو کانالمون هست، تو کانال مؤسسه هم هست. خب مستند یعنی با تاریخ اون جلسه، با ساعت اون جلسه. حالا بری فیلم رو اگر ندیدی حتما بری نگاه کنید فیلم رو، آخرین فیلمی که تو کانالم گذاشتم. مستند تطابق، این که بیام چند تا عکس و چند تا پی دی اف درست کنم بعد از کنکور بذارم تو کانالم بگم تطابق با کنکوری که نشد تطابق با کنکور. آقا ما اگه میگیم تو بهترین مدارس و مؤسسات داریم درس میدیم، خب این به طور مستند تو کانال اینستامون هست، برید نگاه کنید. خواهش میکنم ازت، اینو دوستانه دارم بهت میگم، هر چیزی که گوشه و کنار کنکور میشینی یعنی درگیره، یا وارد جوا نشو، وارد یه سری تیم بازی ها نشو، مستند برو نگاه کن، هر چیز رو به طور مستند قبول کن. 2-3 هفته دیگه نتایج کنکور ان شاءالله اعلام میشه،
ببین کی نتایجشو میذاره تو کانالش، ببین کی نتیجه داره، نه که فقط قبلش حرف و هیاهو باشه. اینو دوستان همین اول کلاس بهت گفتم. اینم دومین نکته برای اینکه بخوای دانش آموز موفق باشی. سومین نکته که یه مقدارم میخوایم تخصصی در مورد خود فیزیک صحبت کنیم، گوش کنید. خب از سال 98 که کنکور نظام جدید شد، یعنی کتابا عوض شد، پایه‌های اول، دوم، سوم دبیرستان شد، دهم و یازدهم و دوازدهم دیگه همتون میدونید دیگه، یه تغییرات بسیار اساسی توی طرح سوالات کنکور فیزیک اتفاق افتاده که این باعث شده خیلی از کلاس ها و خیلی از اساتید خود به خود حتی معروف هاش هم دارن حذف میشن، حتی اونها هم که بعضی وقتا تو تلویزیون شما دیدیشون. چرا؟ چون زمانی که ما دانش آموز بودیم فیزیک کنکور واقعا بر اساس تکنیک بود، یعنی ما شاید سر کلاس هیچی از فیزیک نمیفهمیدیم چیه. دبیر میومد هر فصل یه سری نقشه ها به ما یاد میداد، یه سری پلنگ ها یاد میداد، هیچی از فیزیک هم نمیفهمیدیم. میرفتیم سر جلسه کنکور 80-90 میزدیم تموم میشد میرفت دنبال کارش. اما الان دیگه اینجوری نیست. اگه الان میخوای تو درس فیزیک کنکور موفق باشی قطعا باید تکنیک یاد بگیری، چون یکی از فاکتورهای مهم کنکور زمانه. همچنان هر سوال تو یک دقیقه خورده ای باید حل کنی، قطعا این سری تکنیک ها باید یاد بگیری. اما هر تکنیکی نه، تکنیکی که تو فیزیک یاد میگیری دوتا مشخصه باید داشته باشه. یک، دامنه وسیع از حل سوالا رو پوشش بده. این که من فقط باید یک تکنیک بیام بهت بگم که فقط یک سوال خاص رو حل میکنه، این دیگه به درد نمیخوره. دامنه وسیع از حل سوالا رو پوشش بده. دو، تکنیکی باشه که طبق کنکور نظام جدید باشه، مفهومی باشه، محتوایی باشه، نه یه سری تکنیکایی که باعث میشه تو اصلا درس فیزیکو هیچ نفهمی. اینا دیگه داره منسوخ میشه و متاسفانه همچنان تو خیلی از کلاس‌ها و تو خیلی از جزوات این رنگ و بو وجود داره. و متاسفانه با این که ما میبینیم هنوز تو کنکور فیزیک جز درس‌های اذیت کننده نیست. دیگه حتما شنیدید همین کنکور 1400 هم واقعا فیزیک همه تون شنیدید گفتن روتین بوده، سخت نبوده. ولی حالا بزن نتایج سازمان سنجش اعلام کنه، ببین چند نفر بالا 50 زدن، حتی رتبه برترمون، ببین چند نفر بالا 50 زدن، با اینکه همه تون شنیدید فیزیک 1400 جز درسای سخت نبوده. حالا بزن نتایج دو سه هفته دیگه بیاد، حتما درصدای فیزیک رو این نگاه بندازیم. ببین واقعا خفن شده الان دیگه، خیلی 80-90 زیاد شده تو کشور. نه شک نکنه 80-90 خیلی زیاد نیست، حتی رتبه زیر 1000 این اتفاقی که داره میفته. خب یعنی چی آقای سلطان؟ یعنی تا چی میخوای بگی؟ میخوام به عنوان یه دوست بهت بگم همین اول مسیر کنکور اگر میخوای فیزیکو بهتر کنی، یه نتیجه خوب بگیری، تکنیک کنار مفهوم یا مفهوم کنار تکنیک، این دوتا با هم. من تو کلاسام یه سری جا به تو تکنیک یاد میدم، همین جلسه امروز هم خواهی دید فصل فشار یه سری تکنیکا بهت یاد میدم، یه سری مسائل رو سریعتر حل میکنیم. اما یه سری جا هم تو کلاسمون میریم وارد مفاهیم عمیق فیزیک میشیم. بعضی فصل ها واقعا فقط باید فیزیک رو یاد بگیری، مفهومی باید یاد بگیری. شاید من یه مبحث مثلا فصل 3 دوازدهم یا فصل 4 دوازدهم رو یک ساعت دو ساعت میام واسه بچه ها کامل صحبت میکنم، توضیح میدم، چون میدونم تو کنکور سوال مفهومی میاد. تو همون فیلم تطابقی که تو کنکور گذاشتم اینو نشون دادم، گفتم آقا امسال قبل کنکور زادن گفتم این تیپ سوال میاد چون مفهومیه و واقعا هم اومد و همون تکنیکی که پیش پا افتاده بود و خیلی هم گفته بودن نیومد. پس فیزیک و حواست باشه اگه میخوای تو کنکور موفق باشی، هم تکنیکی هم مفهومی. دیگه کلاس فیزیکی که فقط تکنیک باشه به درد نمیخوره، باید یه سری مفاهیم فیزیک یا خود فیزیک هم باید یاد بگیری. این هم سومین نکته ای که امروز بهت گفتم. و اما یه مقدار میخوایم در مورد کلاس فیزیک خودمون صحبت کنیم. خب کلاس آنلاینمون که امروز جلسه صفره، من پنج شنبه توی آموزشگاه با کلاس آنلاین در خدمتتون هستم انشالله، که باز هم تو کانالمون هم تو خود کانال مؤسسه اطلاع رسانی میشه کلاس آنلاینمون. یه نکته بهتون بگم کلا در مورد کلاس فیزیکمون، طرح درسمون، جزواتمون، اینا رو هم خوب گوش کنید، مقایسه کنید با کلاس‌های دیگه. خیلی برنامه‌های خفنی واسهتون داریم. کلاس آنلاین قراره به چه صورت باشه؟ کلاس آنلاین فیزیکمون مهمترین نکته‌ای که داریم تو بحث طرح درسمونه بچه‌ها.
من امسال برای اولین بار توی کلاس آنلاین هم میخوام یه اتفاق جدیدی رو رقم بزنم. یعنی چی؟ این شاید واقعا توی هیچ کلاس آنلاین دیگه واقعا نباشه. خوب دقت کنید من چی میگم. خب ما کلاس آنلاین همیشه که خودتون میدونید بچه‌ها از جای مختلف میان، از شهرهای مختلف، سطوح مختلفی میان، یکی ضعیفه، یکی متوسطه، یکی قویه، و از همه مهمتر بچه‌ها آزمون مختلفی رو شرکت میکنن. یکی قلمچی شرکت میکنه، یکی گزینه دو شرکت میکنه، یکی ماس شرکت میکنه، درسته؟ خب ما امسال اومدیم یک حرکتی زدیم تو کلاس آنلاینمون. تره درسمون خوب گوش کنیم، میخوایم به چه صورت ببریم، خیلی مهمه. من امسال برای اولین بار و بسیار متفاوت، ما در هفته حدود 4 ساعت در خدمت شما هستیم. ببینم که از کی استارت داریم میزنیم. از تیر ما داریم استارت میزنیم. هفته حدوداً 4 ساعت در خدمت شما هستیم. انشالله اگه زنده باشیم و خداوند توفیق بده، انشالله تا آخر سال میخوایم هر هفته پنجشنبه حدود 4 ساعت در خدمتتون باشیم. این اتفاق بسیار خفن میخوایم انجام بدیم. میخوایم کل فیزیک 10 و 11 و 12 به صورت موازی ببریم جلو. این خیلی مهمه. حالا میگم این کار چه پوانگای مثبتی داره. یعنی من اون 4 ساعتی که در خدمت تو هستم، حدود مثلا 1 ساعت میخوام فیزیک 10 به تو آموزش بدم، حدود 1 ساعت میخوام فیزیک 11 به تو آموزش بدم، حدود 1 ساعت میخوام فیزیک 12 به تو آموزش بدم. این تره درس فقط مخصوص کلاس آنلاین همه. کلاس حضوری تره درس خاص خودشو داره تو شهر مشهد، فقط مخصوص کلاس آنلاین همه. یعنی من هر جلسه به تو یه مقدار فیزیک 10 درس میدم، فیزیک 11 درس میدم، فیزیک 12 درس میدم. اما بلافاصله میگه آقای سلطانی چرا ما تا الان همچین تره درسی ندیدیم؟ خیلی خفنه. چند تا پوانگ مثبت داره. یک، اولین پوانگش، معمولا بچه‌ها تو کلاس آنلاین حتما میدونین یه مقدار ممکنه خسته بشن. بعد 3-4 ساعت پشت سرم پشت سیستم موندن یه مقدار ممکنه خسته کننده باشه واسن. خب من که میخوام هم بهت فیزیک 10 درس بدم، یه رو به استراحت بدم، باز فیزیک 11 مثلا یه ساعت درس بدم، باز یه رو به استراحت بهت بدم، بعد فیزیک 12 به درس بدم، این تنوع خودش باعث میشه که تو کمتر خسته بشی سر کلاس آنلاین. حتما میفهمی دارم چی میگم. این اولین پوانگ مثبتش. دومین پوانگ مثبتش، بچه‌ای که تو کلاس آنلاین گفتم از جای مختلف، سطوح مختلف، آزمون‌های مختلف و همچنین مشاورای مختلفی دارن. یکی مشاورش بهش میگه آقا تابستون باید 12 بخونی، یکی مشاورش بهش میگه آقا تابستون باید پایه بخونی، یکی مشاورش بهش میگه اول باید 10 بخونی، یکی مشاورش بهش میگه اول باید 11 بخونی، درسته؟ داستان دیگه تو کلاس آنلاین. چیزی که خیلی از کلاس آنلاین رو در جلسات دیگه بهش توجه نمی کنم. من چرا 10 و 11 و 12 میخوام به صورت موازی واسط ببرم جلو؟ به خاطری که میخوام دانش آموزی با هر لولی، از هر شهری، با هر مشاوری و هر سیستمی که داره میره جلو هیچ مشکلی نداشته باشه. اگه مشاورت گفت اول تابستون سال 10 بخون، خب ما 10 شروع میکنیم. اگه مشاورت گفت 11 بخون، ما 11 هم شروع میکنیم. اگه اصلا مشاورت گفت تابستون فقط 12 بخون، ما 12 هم شروع میکنیم. اگه تو آزمونه آزمایشی که خواستی مهر ما بدی، خواستی اول فیزیک 10 بزنی، خب ما 10 از تابستون شروع کردیم. اگه خواستی اول فیزیک 11 بزنی، ما 11 هم از تابستون شروع کردیم. یعنی این سیستم تره درسی که من برای تو چیندم یه سیستم واقعا متفاوت و خفنیه. 10 و 11 و 12 رو با هم میبریم جلو که همه دوستان با هر سطح و لولی، با هر مشاوری بتونن طبق سیستم من خودشون وفق بدن. چون کلاسی خوبه که به آزمونهای آزمایشیش برسه، طبق همون صحبت مشاورت بره جلو. اینا میشه ویژگی کلاس خوب. و ما با این سیستمی که چیندیم سعی میکنیم دانش آموزان با هر نوع سیستمی که دارن بتونن با کلاسای فیزیک ما خودشون چیکار کنن، وفق بدن. این هم دومین پوانگ مثبتش. و اما سومین پوانگ مثبتش اینه که از همه مهمتر باز این که ما وقتی فیزیک 10 و 11 و 12 با هم میبریم جلو، قطعاً میتونیم یه برنامه ریزی بکنیم که ایشالله تا حدود تقریباً دی یا نهایتاً اوائل بهمن کل فیزیک 10 و 11 رو قطعاً تموم کرده باشیم
و انشالله دیگه از دی به بعد تقریبا فیزیک 12 هم ممکنه یکی دوتا فصلش مونده باشه که دیگه از اونجا بعد فقط فیزیک 12 هم رو درس بینیم و انشالله برنامه‌ریزی میکنیم قطعا قبل از عید تموم کنیم درسو. چیزی که معمولا تو کلاس آنلاین اتفاق نمیفته، بذار اصلا رو راست بهت بگم، همین کلاس آنلاین خودم سال قبلم واقعا نشد ما قبل عید درسو تموم کنیم. واقعا نمیشه، چون من اولویتم کیفیت نه کمیت. اینکه بخوام بدو بدو بکنم که درس تموم بشه که نشد. بقیه بچه ها چون تو آنلاین گفتم با لول مختلفی هستن، باید یواش درس بدیم که همه دوستان درس رو متوجه بشن. خب سال قبل یکی دو تا فصل مون بعد از عید گفتیم، ولی امسال با این طرح درسی که واسه چیندم و چون تایم کلاسامون رو اضافه کردیم، انشالله برنامه‌ریزی کردیم قطعا قبل از عید درسمون تموم بشه. پس سومین پوینت مثبت اونیه که با این طرح درسی که واسه تون چیندیم، ما انشالله پایه رو تا دیما کامل تموم میکنیم و انشالله دو ماه آخرم میچسبیم فقط به 12 و ادامه فیزیک 12 رو تمام میکنیم. این هم سومین پوینت مثبتش. پس در مورد طرح درس به طور کامل واسه صحبت کردم. طرح درس حضوری فرق داره با طرح درس آنلاین. اگه خواستی در مورد طرح درس حضوری تحقیق کنی، تو کانال فیزیکم آیدیم هست، بیا بعدن طرح درس حضوری من واسه به طور کامل عزیز دلم به توضیح بدن، چون اینجا برای کلاس آنلاینی دیگه من وقت رو تلف نمی کنم، فقط در مورد کلاس آنلاین دارم صحبت می کنم. ولی در مورد طرح درس کلاس حضوریمون تو مشهد توی تلگرام پیام بدی، واسه می فرستم طرح درس حضوریمو، می تونی اونجا بیا به طور کامل واسه توضیح بدم عزیز دلم. خب این هم در مورد طرح درسمون. اما در مورد جزواتمون میخوام صحبت کنم. خب ما یه سری دانش آموزان آنلاینمون خب حضوری مشهد هستن که میتونن جزواتمون رو به صورت چاپی هم تهیه کنن خیلی راحت. یه سری دوستان آنلاینمون هم خب مال شهرهای دیگه هستن طبیعتاً، که حتی اونها میتونن جزوه چاپی رو تهیه کنن، ولی روال کلاس آنلاینمون اینه که ما هر بحثی که اون جلسه درس میدیم، فایل اون جزوه اون جلسه رو توی سایت توی پنل هر شخص میذاریم. پس درسی که هر جلسه میدیم فایلشو به صورت کاملا نوشته شده و دست نوشته شده، همون چیزی که تو کلاس می‌نویسم، بعد از هر جلسه تو پنل سایت هر دانش آموز قرار میگیره. درست شد؟ خب حالا میخوام ویژگی جزواتم رو بگم. باز ما امسال یه اتفاق متفاوته. اینگه آدم خوبه که همیشه هر سالش نسبت به سال قبلش رو به پیشرفت باشه. باز ما در مورد جزواتون هم یه کار جدیدی داریم امسال انجام میدیم. من امسال برای اولین بار یه جزوهی دارم درست میکنم که حتی درست شده دیگه، فقط مونده چاپ بشه، تا آخر تیر چاپ میشه. یه جزوهی داریم آماده میکنیم مخصوص حفظیات و مفاهیم. یعنی یک جزوه داریم درست میکنیم که واقعا خفنه، فقط حفظی مفهومی توشه. تمام حفظیات و مفاهیم دهم، یازدهم و دوازدهم به طور کامل آزمایش کنید، فناوری کاربرد. آقا از این آزمایش چوری میشه سوال داد، از این فناوری و کاربرد چوری میشه سوال داد، از اون چوری میشه سوال داد، همه چی رو به طور کامل با نمونه سوال حفظی، نمونه سوال مفهومی یه جزوه دارم آماده میکنم مخصوص حفظیات و مفاهیم که همین اول سال بهت میدم، که ما هر فصلی رو که تموم کردیم بلافاصله میگم باید از اون جزوه حفظیات و مفاهیم بخونیم و تو آزمون پایان هر فصل من از اون حفظیات و مفاهیم سوال میدم. میگه آیا سوندنی چرا؟ به خاطر که گفتم اول صحبتام، کنکور داره میره رو رنگ مفهومی و حفظیش داره پررنگ میشه. خب پس تو باید از همین اول سال اینا رو انجام بدی. خیلی از بچه‌ها میذاشن سالهای قبل همون ماهای آخر میخوندن، دیگه فایده نداره. از همین اول سال باید هر فصل که میره جلو حفظی و مفاهیمش هم باید کامل بخونی که میتونی از اون جزء حفظیات و مفاهیم من استفاده کنی. یه جزئی که برای اولین بار دارم درست میکنم و امسال تو همه کلاس‌های مدارس و مؤسساتم در اختیار بچه‌ها قرار میدم، بچه‌های آنلاین هم که فایلش قرار میگیره، هر فصل که تموم شد فایلش ما میذاریم تو پنلش، جزوه حفظیات و مفاهیم. خب یه جزوه داریم درسنامه، یه جزوه داریم تست. خب درسنامه همون چیزی که من سر کلاس درس میدم، نکات هست، مثال هست، حل میکنیم، میگیم، میریم دنبال کارمون. یه جزوه هم داریم جزوه تست.
جزوه تستمون هر نوع تستی که تو کتاب‌های مختلف آزمون‌های سال قبل تست‌های خوبش کنکورهای سال قبل سوالای خوب کتاب تو اون جزوه خودم واسط گردآوری کردم تو جزوه خودم واسط تهیه کردم یه مجموعی شده معمولا ما تو کلاسامون دیگه کتاب کمک درسی معرفی نمی‌کنیم چون همون جزوه تستمون واقعا هر نوع تستی توش داره همه نوع تست توش داره ولی خب به هر حال یه سری دوستان کنکوری یه کرمایی هست دیگه تو وجودشون خیلی رو راست بگم دیگه دوست دارن همیشه یه کتابم بخرن فلان دوستم همون دوست مثلا اگه پسر پسرش اگه دختر دوست دخترش مثلا میگه آقا فلان کتاب کمک درسی رو من گرفتم خیلی خوبه تو هم بگیر یه کرمی تو وجود سری دوستان هست میخوان کتاب کمک درسی هم بگیرن اگه کسی دوست داشت ما کتاب کمک درسی هم معرفی میکنیم در ترسان مثلا کتاب کمک درسی که همون اول سال ما که به درد همه نوع سطح دانش آموزی بخوره و معرفی میکنیم کتاب خیلی سبزه ولی باز دانش آموزه قوی تر یکم رفتیم جلو مشخص شدن تو کلاسمون میتونیم مثلا این سری کتاب قوی تر هم واسه شو معرفی کنیم یا اصلا من خودم این سری با تستای خیلی قوی تر دارم که معمولا بچه قوی میدن تستای خیلی سخته. ولی همون جزوه تست خودمون کافیه همه نوع تستی توش هست ما طبق همون جزوه تستمون تکلیف میدیم به دانش آموز هر جلسه ما هر جلسه حدود 30-40 تا تست تکلیف میدیم بعد یه گروه مجازی رفع اشکال داریم حالا یا در قالب سایت یا حالا در قالب فضای مجازی دیگه که اینا همه کامل به طور کامل به شما اطلاع رسانی میشه تو اون گروه من یه سری دبیرای حل تمرین دارم تو اون گروه هستم خودم هم هستم اول از همه تکالیفی که بچه‌ها میدیم سوالاتی که بچه‌ها میپرسن اونجا رفع اشکال میکنیم بعد باز اگه پرسشی بود سر کلاس میایم چیکار میکنیم حلش میکنیم این در مورد جزواتمون و اما یک ویژگی بسیار خفن دیگه که کلاس من داره ما غیر از این تایم ثابتی که با من دارین که پنج شنبه حدود گفتم 4 ساعت در خدمتتون هستم که کل 10 و 11 و 12 رو با هم میبریم جلو یک کار خفنگ دیگه هم که سال قبل کردیم امسال هم ایشالله باز خفنترش میکنیم و منظمترش میکنیم و انجام میدیم یک کلاسی داریم تحت عنوان کلاس حل تمرین ماهی 2 جلسه کلاس حل تمرین داریم جدا از تایم کلاس خود من که اونجا دبیر میاد واسط سوالات تکالیف سوالات آزمون و هر سوالی که حالا از هر جایی داری رو قبلش هماهنگ میکنی سر کلاس میان واسط حل میکنن کلاس رفع اشکال یا حل تمرین این هم یک کلاس فوق‌العاده و یک آپشن اضافه بر سازمانی که انگار من بهت دادم اگه کلاس های منو بیای پس غیر از پنج شنبه که من در خدمتت هستم 2 جلسه در تایم که اونم اطلاع رسانی میشه با جدا از کلاس من کلاس رفع اشکال و حل تمرین برگزار میشه که هر سوالی از تکالیف داری از جزوه داری از آزمون‌ها داری اگر تو کلاس خودمون وقت نشد اونجا میان رفع اشکال واسط میکنن این هم در مورد کلاس اهل تمرین اون انگار یه آپشن اضافیه دیگه خودم دارم بهت میدم جدا اصلا از بحث مؤسسه و کلاسای خودم که باز اونم تایمش اطلاع رسانی میکنه و همین کلاس اهل تمرین اونم از همین انشالله مرداد هم شروع میشه یعنی یکم که من درس رو ببرم جلو کلاسای حل تمرین هم انشالله از همین تابستون شروع میشه مثل بعضی از کلاسای دیگه نیستیم که تازه از مهر و آبان کلاس حل تمرینشون شروع بشه نه از همین مرداد که یکم درس ها رفت جلو یه فصل رو درس دادیم کلاس حل تمرین هم استارت میخوره این هم ویژگی دیگه کلاس و اما ویژگی بعدی کلاس آزمونامونه ما هر فصل که تموم میکنیم بدون استثناء یه آزمون میگیریم که به هر حال چون کلاس آنلاینه خب آزمونمون هم آنلاینه هر فصل که تموم شد آزمون میگیریم به هر حال نتیجه بچه‌ها رو رصد میکنیم اگر دیدیم نتیجه بچه‌ها خوبه ما میریم فصل بعدی اگر دیدیم بچه‌ها هنوز دیدیم مشکل دارن من هنوز یکی دو جلسه دیگه هم تو اون فصل میمونم سوال حل میکنم یا دبیر اهل تمرین هم میگم بیشتر بیاد واسهتون سوال حل بکنید که خوب اون فصل رو متوجه بشیم بعد وارد فصل بعدی بشیم پس ما هر فصل که تموم شد آزمون داریم و دیگه اون آزمونای کشوری هم که اول کلاس توضیح دادم دیگه طبق منابع آزمون آزمایشی میریم جلو و هر کی هر آزمون کشوری داشت بعدا سوالات آزمون رو تحلیل میکنیم یکی از کارهایی که من تو کانال فیزیکم انجام میدم که سال قبلم انجام دادم تحلیل آزمونای آزمایشی خوب کشوره تو شاید آزمون آزمایشی گزینه 2 باشه
ولی خب دوست داشته باشی، یعنی باید این کار واقعا انجام بدی. دانش آموز حرفه‌ای کنکور واقعا این کار باید انجام بده. مثلا سال قلمچی هم باید تحلیل کنه، سال خوب ماز هم باید تحلیل کنه. من تحلیل کامل آزمون‌های آزمایشی خوبی که در سطح کشور برگزار میشه رو سعی میکنم تو کانالم به صورت آفلاین قرار بدم. یکی از ویژگی های کلاسمونه، یعنی تحلیل آزمون ها رو میتونی با من کنار من تو کانال داشته باشی و خب این خیلی به دردت میخوره که بتونی ایشالله مشکلات تو آزمون ها برطرف کنی و بهتر کنی. این هم در مورد بحث آزمون ها. پس ما هر فصل که تموم شد آزمون برگزار میکنیم، رفشگان میکنیم، تحلیل میکنیم. اگه بچه ها به لول خوبی رسیدن وارد فصل بعدی میشیم. این هم در مورد آزمون هامون. و یه پلنگ خیلی خاصم داریم مخصوص بچه‌هایی که کلاس آنلاین من رو ثبت نام می‌کنن واسه بعد از عید. ما هر سال توی مؤسسه سری کلاس‌های نکته و تست رو برگزار می‌کنیم بعد از عید که حتما این فیلمی که من به عنوان فیلم آخر تو کانالم گذاشتم نگاه کن. ببین دونه به دونه سوالات کنکور رو من اون جلسات نکته و تستی که توی فروردین اردیبهشت و خرداد برگزار کردم دونه به دونه سوال کنکور رو توضیح داده بودم و بعضی از سوالات بدون تغییر عدد اومده. اینو نمیخواد گفتم به حرف من گوش کنی، کاملا به طور مستند فیلمشو ساختم، به طور مستند و واقعی. برو فیلم آخر کانال نگاه کن، فیلم تطابق کنکور من برو نگاه کن، تو کانالم هست، آخرین فیلمی که تو کانالم گذاشتم نگاه کن. مستند و به طور واقعی دونه به دونه سوالات کنکور و نکات کامل حل شده. گفتم مثل یه سری دوستان نیستیم که یه سری جزوه و عکس و پی دی اف نشون بدیم، فیلم واقعی کلاس هامون هست، برو خود نگاه کن قضاوت کن. اول کلاس یاد نره. گفتم هر چیزی که میشنوی تو فضای کنکور، هر چیزی که میبینی رو سعی کن فقط به طور مستند قبول کنی، این یادت نره. این هم یه نکته داشتم اینو میگفتم. اون دوستان که کلاس آنلاین ما رو شرکت بکنن میتونن اون کلاس های نکته و تست و جمع‌بندی که بعد از عید برگزار میشه رو با تخفیف بسیار ویژه شرکت کنن. ولی خب بقیه دوستانی که بعد از عید دیگه میخوان کلاس های نکته و تست ما رو بیان، دیگه متأسفانه تخفیف شاملشون نمیشه. این هم یه قولیه که از سمت خودم به شما میدم که توی این مؤسسه داشته باشین. این هم یکی دیگه از ویژگی کلاسمون. و عرضم به حضور شما که یه نکته دیگه هم بگم، به هر حال شما چند سال تو طراحی آزمون قلمچی هستیم از شهر مشهد، فضای طرح سوال کنکور به هر حال خوب میشناسم، خوب میدونم که الان فضای سوالا داره به چه صورت میره و به خاطر همین هم است که تو اون کلاسای نکته و تستمون واقعا میتونیم پیشبینی‌های ارزنده‌ای داشته باشیم. سعی کنید سال کنکور یه سال بدون حاشیه‌ای باشه، خیلی با آرامش درس بخونید، به اون سیستمی که اعتماد میکنید و به اون سیستمی که شروع میکنید لطفاً تا آخر سال فقط با همون سیستم برین جلو. تو اتوبوس یه چیزی میگن، تو تلویزیون یه چیزی میگه، دوستت یه چیزی میگه، میری تو خانواده همه یه چیزی میگن. دیگه وقتی با یه سیستم اعتماد کردی، تحقیقاتتو کردی، انتخاب کردی، اون دوستانه بهت میگم سعی کن تا آخر سال با همون سیستم بری جلو. مخصوصا دخترها خیلی درگیر این حواشی هستن، رو راست بهشون میگم. برای تا 3 ماه 4 ماه میره جلو، باز یکی دوستش یه چیزی دیگه میگه، فلان کلاس فلان جزء، باز میره اونجا. اصلا به خوبه برش کاری ندارم، اما بحث اینه که این 2 مسیر شدن 3 مسیر شدن 4 مسیر شدن باعث میشه تو روشای متفاوتی یاد بگیری، بیانهای متفاوتی یاد بگیری، بعد همون چیزا هم که یاد داشتی از بین میره دیگه. من نسل جدیدو خوب میشناسم دیگه، شما اکثرا پایه‌هاتون ضعیفه، سال 10 و 11 تون به کرونا خورده، شد کلاس مجازی با کیفیت واسه تون نبوده قبلا، درسته؟ پایهاتون ضعیفه. بعد تو چوری میخوای تو 4-5 ماه آخر باز با یه کلاس دیگه، با یه دبیر دیگه دوباره تازه ارتباط بگیری، روشاشو بفهمی چیه؟ خب نمیشه دیگه، من که میدونم. بعد همون چیزی هم که یاد گرفتی از بین میره و میری سر جلسه، تا پاسخ برگو میذارن جلو، دخترها که گله گله اشک میریزن، پسرها هم که از همونجا به فکر سال بعدن. این میشه روال بچه‌ها، خیلی از بچه‌ها سر جلسه کنکور. پس سعی کنید بدون حاشیه. اول کلاس گفتم همه چی رو به طور مستند ببینید، انگار رزومه گفتن و حرف گفتن و جبر را انداختن زیاده الان تو فضای کنکور، دلغک بازی زیاده متاسفانه، به اینا خیلی کار نداشته باشید. رزومه ها رو به طور مستند ببینید.
ببینید تو چه مدارس و مؤسساتی داره درس می‌خونه. اگه طراح آزمونای قلمچی واقعا ببین یه عکسی هستن از طراحی سوالاتش رو کانال انگلیسی‌اش گذاشته یا نه، تطابق با کنکورش رو به طور مستند نگاه کن، نه فقط با چند تا عکس و فیلم. نتایج کنکور که دو سه هفته دیگه میاد اواسط مرداد رو به طور مستند نگاه کن، به طور مستند نگاه کن. یادت نره صحبت‌های من، چون من فضای کنکور دارم میبینم دیگه، کارم اینه، دوستانه دارم اینا رو بهت میگم که یه وقتی جوری نشه این همه زحمت بکشی، این همه وقت بذاری تا ایشمون نتیجه که میخوای نرسی. خب فکر کنم دیگه خیلی صحبتام کامل بود، فکر کنم قشنگ دیگه همه چی رو کامل توضیح دادم به عنوان جلسه صفر. یه سری صحبت‌ها هم دوستانه بود هم دبیرانه بود، در مورد فضای کنکور صحبت کردم، یه سری تذکرای دوستانه بهت دادم، در مورد کلاس ها و طرح درسمون هم باید صحبت کردم. فکر کنم دیگه توضیحات کامل بود دیگه، درسته بچه ها؟ حالا بازم اگر کسی سوالی صحبتی حرفی داره ما در خدمتتونیم، بپرسین یا بگین و انشالله. گفتم همیشه که بهتون قول دادم امروز یه مقدار از مباحث فشار رو هم بهتون کامل درس میدم، یکی دو تا تست کنکور همین امروز با من یاد میگیری اگه با من باشی و انشالله بهتر کنی. حله بچه ها، صحبتی سوالی دارین؟ آره واقعا فکرم خیلی توضیحاتم کامل بود، یه نیم ساعت فقط داشتم حرف میزنم صدام گرفت. خب دوستان صحبت، سوال، حرفی، حدیثی، همه چی اوکیه؟ خب فکر کنم صحبتی سوالی نمون دیگه، این نشون میده که واقعا توضیحات کامل بوده، هم در مورد کلاس هم در مورد فضای کنکور و طرح درس و اینا همه رو گفتیم. خیلی خوب، اگر موافقین عرضم به حضور شما که یک تنفسی داشته باشین یک حدود 30 ثانیه و آماده باشین یک چک‌نویسی برگه‌ای بزنین کنارتون لطفاً، اگر رو تختی بلند شو لطفاً مثل آدم بشین لطفاً، حالت دانش آموزی رو لطفاً بگیر، گوشیت هم بذار کنار، حتی اگه با گوشی کلاس رو نیستی حالت استاندارد دانش آموزی رو بگیر، یه برگه چک‌نویسی بذار کنارت. این درسی که همین الان بهت میدم یکی دو تا تست کنکوره، خفنگ بریم یه سری نکات مهم فشار رو از من هدیه بگیر به عنوان همین جلسه صفر. انشاءالله دیگه کلاس هامون هم به صورت رسمی شروع شد دیگه همه چی رو خفن با هم میبریم جلو. حله بچه، آماده این؟ آماده این بچه، شروع کنیم؟ خب پر انرژی هم باشید، این همه دانش آموز سر کلاسه فقط یه نفر حرف میزنه، جالبه، مثل که بقیه دوستان کلا خوابن. خیلی ممنونم از توجهی که کردی. خب خب من امروز درسی که میخوام بهت بدم یه راست میخوام بریم سر اصل مطلب از قسمت فشار، یعنی بحث لوله های یو شکل رو میخوام امروز به درس بدم، یه قسمت بسیار مهم که میدونم هم خیلی از بچه ها مشکل داریم، تو سال دوام هم یه مقدار سر این داستان اذیت شدیم. میخوام این قسمت لوله های یو شکل رو حالا تا هر جایش که شد به درس بدم و یکی دو تا تست کنکور تو همین امروز به آموزش بدم، برای بچه های تجربی خودش میشه 6%، خدا بده برکت، درسته؟ خوبه دیگه، 6% تا همین الان تا یکی دو ساعت دیگه یاد میگیری، یا 6% یا حالا کمتر 3%، ولی قطعیه چون یه تست از لوله یوشک حتما داری، درسته؟ همین امسال هم کنکور 1400 یه تست لوله یوشک اومد که تو فیلم تطابق اونم میتونی بری ببینی چی اومد که دقیقا مثال جزوه بود. خب بریم لوله یوشک رو شروع کنیم، بریم یه راست سر اصل مطلب بتر کنیم دیگه. حله؟ ببینیم داستان لوله یوشک به چه صورته تو کنکور. خوب برگه چک‌نویس کنارت باشه، با من بیا جلو خفن بریم یاد بگیریم با هم. خب
من اخلاقم اینه با توجه به سیاست های کنکور نظام جدید همینجور که بهت گفتم اگر یه چیزی هم میخوام تکنیکشو بهت یاد بدم اول روش اصلی اول مفهوم اصلی اون درس رو بهت یاد میدم بعد تکنیک خودم بهت یاد میدم این تا آخر سال تکرار خواهد شد که به خاطر این که اگه سوال مفهومی اومد یه سوالی اومد که با هیچ تکنیکی هم حل نشد تو بتونی حلش کنی درسته؟ پس اول من لولای یوشک فلسفه اصلی روش اصلی حل سوالاشو بهت یاد میدم بعدش هم میخوام تکنیک خفن خودمونو بهت یاد بدم برای لولای یوشک بریم امروز رو بهتر کنیم خب آقا داستان لولای یوشک چی بود؟ خوب با من بیا جلو دیگه لطفا تمرکز کامل حواسا شیش دنگ اینجا فقط حواست به سلطانی باشه به هیچ کی دیگه فکر نکن فقط سلطانی الان سلطانی مهمترین آدم رو کره زمینه خب داداش خواهر لولای یوشک چی بود داستانش نگاه کن فقط توی لولای یوشک داریم به این صورت خب سطح مقطع دو طرف یکسان فرض کن یعنی قطر لوله سمت چپ با قطر لوله سمت راست فرض کن یکسان خب همه تون میدونید ما وقتی تو لوله یوشک فقط یک مایه میریختیم چه اتفاقی میافتاد سطح مایه دو طرف چی میشد برابر میشد الان من تو لوله یوشک فقط آب ریختم خب سطح آب دو طرف قطعا یکسان میشه آفرین هم سطح میشد درسته خیلی خوب الان لوله یوشک دارم قطر لوله سمت راست با قطر لوله سمت چپ یکسانه تو لوله یوشکم آب ریختم آبم سطحش دو طرف یکسانه دعوا که شروع میشد داستان که به وجود میومد زمانی که شما بیاین توی یکی از شاخه ها مثلا شاخه سمت چپ مثلا یه مایه دیگه اضافه کنی مثلا شما بیای تو شاخه سمت چپ مثلا 20 سانتی متر چی اضافه کنی 20 سانتی متر روغن اضافه کنی خب چگالی روغن هم مثلا فرض کن 0.8 گرم بر سانتی متر مکعبه خب چگالی آب چقدره چگالی آبم که دیگه همتون میدونید 1 گرم بر سانتی متر مکعبه درسته خب من سمت چپ روغن اضافه کردم همه تو میدونید وقتی من سمت چپ روغن اضافه کنم سمت چپ آب میاد پایین سمت راست آب میره بالا قبول داری؟ قطعا قبول داری دیگه سال دوم خوندی اینا رو خب حالا نکتش هم میدونید چیه دیگه نکتش این بود که وقتی سطح مقطع دو طرف برابر باشه اگر آب سمت چپ به اندازه ایکس بیاد پایین آب دقیقاً سمت راست هم به اندازه x میره بالا قبوله؟ یعنی هر چقدر سمت چپ آب جا به جا بشه سمت راست هم آب دقیقاً همونقدر جا به جا میشه خب میخوام شکل نهاییشو بکشم خوب حواست اینجا باشه میخوام شکل نهایی این لوله یو شکل رو واسه بکشم یادت نره گفتم اول میخوام روش اصلی و مفهوم اصلی لوله یوشک رو بهت یاد بدم بعدش تازه میخوام وارد تکنیک خفنگ خودم بشم خب میخوام شکل نهایی لوله یوشک رو بکشم نگاه محل اولیه آب اینجا بود دیگه اینو با خدشین ادامه میدم نگاه این محل اولیه آبه درسته؟ این محل اولیه آبه خب بعد من گفتم سمت چپ آب به اندازه x میاد پایین اگه سطح مقطع برابر باشه سمت راست هم آب به اندازه x میره بالا قبوله؟ خب الان شکل نهایی آب به چه صورت میشه؟ خوب گوش کن شکل نهایی آب به چه صورت میشه؟ اگه آب اینور x میاد پایین این طرف به اندازه x رفت بالا این میشه الان شکل نهایی آب خب اون روغنی که اضافه کردی چی شد؟ بیا خوشگلم بیا خوشگلم این روغنی هم که اضافه کردی بیا این هم اون روغنی که اضافه کردی که میدونی قطعا باید ارتفاع روغن سمت چپ از اون ارتفاع آب سمت راست چی باشه؟ بیشتر باشه الان بهت میگم دلیلشو حتما باید ارتفاع روغن از ارتفاع آب سمت راست باید بیشتر باشه
این میشه الان شکل نهایی لوله یو شکلت. حالا وقتی شما شکل نهایی لوله یو شکل رو داشتین چی کار میکردین تو سال دهم؟ از پایین میومدین بالا، اولین مرز جدایی سطح همفشار میگرفتین، درسته؟ از پایین میومدین بالا، اولین مرز جدایی بین دوتا مایه سطح همفشار میگرفتین، درسته؟ خب دوتا نقطه در نظر میگرفتین، مثلا نقطه سی و نقطه دی. خب همه تو سال دهم خوندین وقتی دو تا نقطه تو یک مایه یکسان باشن و توی سطح افقی باشن فشارشون با هم چیه؟ فشارشون با هم برابره، درسته؟ پس من اینجا الان میتونم بگم فشار نقطه سی با فشار نقطه دی برابره. خب حالا به من بگو بالای هر نقطه چه فشاری داری؟ بچه ها فرمول فشار مایه ها چی بود؟ کی یادشه؟ بگو ببینم فرمول فشار مایعات چی بود؟ سال دهم خوندی فرمول فشار مایعات. بگو ببینم فرمول فشار مایعات فرمول فشار مایعات. ممنونم از دوستان که اینقدر فعال هستی، این همه دانش آموز سر کلاس هم یک نفر جواب نمیده، دمتون گرم با این پایه‌های قویتون. فرمول فشار مایعات چی بود؟ رو جی، بگو یکی آخرش تو بگو، رو جی چی؟ خب خدا رو شکر، خب خدا رو شکر دوستان مثل که یادشون اومد، خب خدا رو شکر، بله رو جی اچ فرمول فشار مایعات بود، رو جی اچ. خب من الان بالای نقطه سی نگاه فشار روغن رو دارم، پس یه رو جی اچ روغن دارم به علاوه فشار هوای محیط که با پی صفر نمایش میدم، درسته؟ این میشه فشار نقطه سی. حالا بالای نقطه دی چه فشاری دارم؟ بالای نقطه دی فشار آب رو دارم، پس میشه رو جی اچ آب و دوباره هم اینجا فشار هوا رو دارم به علاوه پی صفر. خب پی صفر چون دو طرف هست بچه چی میشه؟ خط میخوره. پی صفر اینا دو طرف چی میشه؟ خط میخوره. و چون بینشون ضربه جی هم از دو طرف چی میشه؟ خط میخوره. خب حالا نگاه کن چگالی روغن چقدر بود؟ چگالی روغن 8 تاون بود. چقدر روغن ریختی؟ اینجا نگاه کن چقدر روغن ریختی؟ 20 سانتی متر. پس اچ روغن 20 سانتی متر مساویه با روی آب یک. حالا اینجا جواب سوال منو بده، حالا اینجا جواب سوال منو بده، این ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه، گوش کن، این ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه، این که زرد میکنم، این ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه رو خوب به شکل نگاه کن، بگو به جاش میتونم چی بنویسم؟ این ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه رو به نظرت به جاش میتونم چی بنویسم؟ ببینم کی درست جواب میده. ارتفاع آب رو به جاش میتونم چی بنویسم؟ آفرین آفرین، اولین نفری که جواب داد آقا معین اکبری. ما شاید امروز اونایی که خیلی فعال باشن جایزه هم بدیم از طرف مؤسسا، اونایی که خیلی فعال باشن جایزه بهشون میدیم تخفیف ثبت نام کلاسامون. ببینم حالا کی خوب جواب میده، ببینم کی خوب فعاله. این ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه رو اگه نگاه کنی از اینجا تا اینجا مگه ایکس نیست؟ خب از اینجا تا اینجا هم که ایکسه، پس اون ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه رو میتونم به جای چی بذارم؟ 2x. خوب تو شکل نگاه کن، ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه 2x، قبوله؟ خب حالا میتونی از اینجا ایکس رو به دست بیاری. خب ایکس چند میشه؟ بریم ایکس رو به دست بیاریم، بریم ایکس رو به دست بیاریم، این دو با این 20 ساده میشه، میشه 10. ایکس میشه چند؟ 10 ضرب در 8 دهم میشه 8 سانتی متر، قبوله؟ ایکس میشه 8 سانتی متر. حالا میگه آقای سلطانی ایکسی که تو به دست آوردی چیه؟ گوش کن، این ایکسی که من به دست آوردم همون چیزی که تو کنکور ازت میپرسن،
این ایکسی که من به دست آوردم همون چیزی که تو کنکور میپرسن چی آی سلطانی؟ تو کنکور میپرسن 20 سانتی متر روغنی که تو سمت چپ اضافه کردی بگو آب سمت راست نسبت به محل اولیش چقدر رفته بالا؟ خب آب سمت راست نسبت به محل اولیش مگه به اندازه ایکس رفت بالا؟ خب ما ایکس رو به دست آوردیم 8 سانتی متر. قبول داری؟ این همون چیزی که تو کنکور ازت میپرسن. پس چی شد؟ تو کنکور میگه آقا 20 سانتی متر روغن سمت چپ اضافه کردی دیگه. خب اوکی 20 سانتی متر روغن سمت چپ اضافه کردی. میگه آب سمت راست نسبت به محل اولیه‌اش چقدر رفته بالا؟ این سوال دقیقاً همون ایکس رو ازت میخواد. خب ایکس شد چند؟ 8 سانتی متر. همین رو میتونی تو کنکور ازت بپرسه. متوجه شدی چی شد؟ حله؟ دوستان بچه اوکی؟ ایکس رو ما به دست آوردیم. حله؟ نه، اگه سطح مخت آب برابر باشه اون ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه، نگاه کن، اون ارتفاع آبی که بالای نقطه دیه میشه 2x. به جای h آب گذاشتم 2x، بعد x رو به دست آوردم 8 سانتیمتر. حالا x چیه؟ اون ایکس همون چیزیه که مثلا میگه ما سمت چپ 20 سانتی متر روغن ریختیم، بگو آب سمت راست نسبت به محل اولیه‌اش چقدر رفته بالا. خب آب سمت راست من نسبت به محل اولیش به اندازه ایکس رفت بالا. خب ما ایکس رو به دست آوردیم 8 سانتی متر. تمام، همه دوستان متوجه شدن چی شد تا اینجا؟ بچه‌ها متوجه شدین؟ ممنونم از پاسخگوییتون، خیلی کارتون درسته، دمتون گرم. احساس می‌کنم مثلا خوابین کلا. ای والله خیلی خوبی. خب این میشه فلسفه اصلی حل سوالات لولای یوشک. اما این بود روش اصلی، فلسفه اصلی. اما الان میخوام یه تکنیک خفن بهت یاد بدم. خوب گوش کن با من باش. یعنی یه تکنیکی که میخوام بهت یاد بدم که دیگه اصلا لولای یوشک رو واقعا از این ساده تر نمیشه حل کرد. این روش، روش کتاب بود. این که بیای تو شکل نهایی بکشی، از پایین بیای بالا، اولین مرز جدایی سطح هم تراز بزنی، فشاراش رو با هم مساوی بذاری، بگی سمت چپ فشار روغن رو دارم، سمت راست فشار آب رو دارم، روجیش ها رو مساوی گذاشتم. بعد یه نکته بود، اچ آب رو گذاشتم 2x، x رو به دست آوردم 8 سانتی متر، که x چی بود؟ همون جابجایی آب بود نسبت به محل اولیه. درسته؟ خب این روش اصلی بود. حالا میخوام تکنیکمو به یاد بدم، خوب گوش کن. حالا ما سوالات لولای یوشک رو که اینجوری سر کلاسمون حل نمی‌کنیم، ما سوالات لولای یوشک رو اینجوری حل می‌کنیم. حالا گوش کن، تکنیک حل سوالات لوله یوشک بدون رسم شکل. خوب حواست اینجا باشه، می میخوام چیکار کنیم. آقا توی کنکور یه لوله یوشک به تو میده، فعلا باز فرض کن سطح مخته ها دو طرف چیه؟ یکسانه. خب توی لوله یوشک باز فرض کن اول یه مایع ریختی، مثلا اول آب ریختی. خب ما الان توی این لوله یوشک فقط آب ریختیم. خب ما الان توی لوله یوشک فقط آب ریختیم، اول چگالی آبم که گفتم چقدر؟ 1 گرم بر سانتی متر مکعب. خب بعد گفتیم سمت چپ فرض کن به تو میگه 20 سانتی متر روغن اضافه میکنیم، 20 سانتی متر روغن اضافه میکنیم. بعد تست کنکور سراسری ازت میپرسه این 20 سانتی متر روغن که اینور اضافه میکنی باعث میشه آب اینور چقدر بره بالا. حالا میخوام یه تکنیکی به یاد بدم که این لولا یو شکل رو، اون روش اصلی رو که دیدی دیگه، بدون رسم شکل حل کنی. حالا گوش کن من چیکار میکنم. حالا لوله یوشک رو میخوایم بدون رسم شکل حل کنیم. آقا اگه همچی سوالی اومد تو کنکور، سمت چپ 20 سانتی متر روغن ریخت، گفت سمت راست آب چقدر میره بالا، چجوری حل میکنی؟ یاد بگیر. خب سمت چپ داره روغن اضافه میشه، درسته؟ اون فشار اضافه شده رو، فشار اضافه شده رو اگر سطح مقطع برابر بود، اگر سطح مخته ها برابر بود، ضرب در 1/2 میکنی
مساوی با روجیه چه بالا رفته سمت راست میذاری. تمام حل سوال میشه همین نیم خط. فشار اضافه شده رو اگر سطح مقطع برابر بود ضرب در یه دوم میکنی مساوی با روجیه چه بالا رفته سمت راست میذاری. میگه آقای سلطانی یعنی چی؟ نفهمیدم. گوش کن دیگه. سلطانی هر چیز رو صد بار توضیح میده. گوش کن. خب در زمین تکنیک کلیه دارم بهت یاد میدم. یا کن این فشار اضافه شده میتونه به خاطر افزودن مایع باشه، میتونه به خاطر افزودن یه جسم جامد باشه، میتونه اصلا به خاطر افزودن فشار یه گازی باشه. یعنی ممکنه مثلا سمت چپ به مخزن گاز وصل باشه فشار گاز رو زیاد کنه. یعنی افزایش فشار هر چیزی میتونه باشه. انگار دارم یه تکنیک کلی دارم به یاد میدم. این افزایش فشار به خاطر هر چیزی میتونه باشه. اوکی؟ هر چی بود شما فشار اضافه شده رو اگر سطح مقطع برابر بود ضرب در یه دوم میکنی مساوی با روجیش بالا رفته سمت راست میذاری. حالا گوش کنی من سوال چجوری حل میکنم. خب این فشار اضافه شده مگه اینجا ناشی از روغن نیست؟ خب فشار روغن، فشار مایع چی بود؟ روجیش روغن ضرب در یه دوم مساوی با رو جی اچ بالا رفته، درسته؟ خب فشار اضافه شده فشار ناشی از روغن بود دیگه، روجیش روغن یه ضرب در یه دوم که فرمول هم داره مساوی با روجیش بالا رفته. حالا اگه نگاه کنید دوباره جیا خط میخوره. خب روی روغن چقدر بود؟ 8 دهم. چقدر روغن ریختی؟ 20 سانتی متر. یه دوم هم که فرمولمون داره، بعد اون مایهی که سمت راست میخواد بره بالا چیه؟ آبه. چگالی چقدر بود؟ 1. این که چقدر میخواد بره بالا رو میخواییم. علامت سوال تموم. حالا علامت سوال میشه چقدر؟ 20 ضرب در یه دوم 10، 10 ضرب در 8 دوم میشه دوباره همون 8 سانتی متر. تموم شد رفت. این میشه تکنیک کلی که ما برای حل سوالات لوله یوشک استفاده میکنیم. پس چی شد؟ آقا اگه لوله یوشک بهت دادن یه سمت فشار رو میخواست اضافه کنه، میگه من سمت چپ میخوام 20 سانتی روغن بریزم، سمت راست بگو آب چقدر میره بالا، اون فشار اضافه شده رو اگر سطح مقطع برابر بود ضرب در یه دوم میکنی مساوی با روجیش بالا رفته سمت راست میذاری. تموم. حالا فشار اضافه شده مال فشار روغن بود دیگه، میشه روجیش روغن، یه دوم که فرمولمون داره روجیش بالا رفته، جیا خط خورد، چگالی روغن 8 دهم، چقدر روغن ریختی؟ 20 سانتی متر، یه دوم هم که فرمولمون داره، اون مایه که میخواد بره بالا آب، چگالیش 1، اچ بالا رفتم که میخوایم. علامت سوال به دست آوردم 8 سانتی متر. پس این 20 سانتی متر روغن که تو داری سمت چپ اضافه میکنی باعث میشه آب سمت راست چقدر بره بالا؟ 8 سانتی متر. تمام. آب سمت راست 8 سانتی میره بالا. آره خلاصه شده، ولی میدونیم این روش یه خفنی دیگه هم داره. گوش کن، یه خفنی دیگه داره. میدونی خفنیش به چیه؟ این که اگه توی لوله یو شکل تو 500 تا مایه دیگه هم داشته باشی، مثلا یه مایه اینجا، یه مایه اینجا، باز اینجا هم یه مایه اینجا، یه مایه اینجا، 500 تا مایه دیگه هم داشته باشی، با این روشی که من به تو یاد دادم، تو اصلا به این مایه ها دیگه کاری نداری. تو فقط اون مایه اضافه شده واسه مهمه که اینجا میذاری و اون مایه پایینیه که میخواد بره بالا رو اینجا میذاری. تموم. دیگه به مایعات دیگه کاری نداری. در حالی که اگه بخوای با اون روش اصلی کتاب که اول گفتم بری، وقتی هم تراز میزنی، بعد اینجوری اگه 500 تا مایه برداشته باشی، 500 تا مایه برداشته باشی، بعد 500 تا روجیش رو بر بذاری، 500 تا روجیش بعد اون بر بذاری، کلی محاسبه کنی تا بری مجهول سوال حساب کنی. منظورم متوجه شدی؟ ولی خفن بودن این روش به اینه که دیگه ما هر چند تا مایه دیگه تو لوله یوشک باشه بهش کاری نداریم، فقط مایه اضافه شده واسمون مهمه، با اون مایه پایینیه که میخواد بره بالا واسمون مهمه. حله؟ متوجه شدی عزیز من؟ آها.
حالا همین رو میخوایم بریم باز چند تا سوال دیگه حل کنیم که خوب مسلط بشی. اوکی؟ بریم یه مثال دیگه حل بکنیم دوستان که این تکنیک رو همین امروز خوب خوب یاد بگیری. باز اینگاه من یه لوله یوشک بهت میدم به این صورت. خب سطح مقطعه های یکسان، یعنی بر آ این برم آ. خب اول یه مایه ریختی، خب این مایه که اول بوده مثلا فرض کن چگالی چقدره؟ 10 گرم بر سانتی متر مکعب، درسته؟ خب حالا میخوای سمت چپ مثلا چی آب اضافه کنی؟ سمت چپ مثلا میخوای آب اضافه کنی که چگالی چقدره؟ 1 گرم بر سانتی متر مکعبه. چقدر آب میخوای اضافه کنی؟ مثلا 20 سانتی متر. حالا تست کنکور ازت پرسیده این سمت چپ 20 سانتی متر آبی که اضافه میکنی باعث میشه این مایه بنفش سمت راست چقدر بره بالا؟ اول 1 دقیقه فرصت میدم خودت برو فکر کن ببینم چیکار میکنی، ببینم اون روشی که بهت گفتم یاد گرفتی. اول 1 دقیقه فرصت میدم خودت حل کن. یک دقیقه لطفا فکر کن. حل کردی؟ یک سانتی متر. خب اگه درست باشه که ترکوندی دیگه، دمت گرم. خب سلطانی گفت آقا تو لولای یوشک وقتی یه طرف فشار اضافه میشه همون فشار اضافه شده رو اگر سطح مقطع برابر باشه ضرب در یه دوم میکنی مساوی با رو جی اچ بالا رفته سمت راست میذاری. اصلا تمام حل ما شد همین نیم خط. خب فشار اضافه شده ناشی از فشار آبه، پس می‌نویسم رو جی اچ آب. از اون کسی که حرفه‌ایه میدونی جیا خط میخوره دیگه، از اما اول نمی‌نویسه. ولی حالا ما چون هنوز جلسه اوله، به هر حال هنوز اول کاری، همه چی رو کامل از صفر به توضیح میدم. و اون کسی که حرفه‌ای از همون اول جیا رو خط میزنه دیگه، چون میدونه اینگاه جیا دو طرف هست. خب مایه که اضافه میشه آب چگالی چقدر؟ 1. چقدر آب اضافه کردی؟ 20 سانتی متر. یه دوم هم که مال فرمولمونه، اون مایه که سمت راست میخواد بره بالا روش چقدر؟ 10. چقدر میخواد بره بالا؟ میخوایم مجهول سواله. دمتون هم گرم، آفرین، درست حل کردین. 20 ضرب در یه دوم 10، 10 با 10 میره علامت سوال میشه 1 سانتی متر. برو حالشو ببر. دمتون گرم، درست حل کردیم. اگه کسی سوالی داره، حرفی داره، ما در خدمتیم. یاد گرفتیم آقا اینو؟ حله؟ اوکی بچه ها؟ خب اکثرا هم درست جواب دادن دیگه. خب حالا بریم لوله یو شکل با سطح مقطع متفاوت رو بهت یاد بدم. گوش کن حالا، حالا میخوام سطح مقطع متفاوتش رو بهت یاد بدم. خوب حواسه اینجا باش. سطح مقطع متفاوت، حالا فرض کن یه طرف آه، یه طرف دو آه. گوش کن این چی میگم. حالا لوله یو شکل با سطح مقطع متفاوت، بازم ما اگه داخل لوله یوشک حتی اگه سطح مقطع متفاوت باشه یک مایه بریزیم، سطح مایه دو طرف چی خواهد شد؟ سطح مایه دو طرف یکسان خواهد شد.
فرض کن باز من اول توی این آب ریختم، چگالی آب چقدره؟ 1 گرم بر سانتی متر مکعب. حالا سمت چپ میام چیکار میکنم؟ سمت چپ میام روغن اضافه میکنم. باز مثلا این دفعه 30 سانتی متر روغن اضافه میکنم با چه چگالی؟ با چگالی 0.8 گرم بر سانتی متر مکعب. باز تست کنکور از من پرسیده سمت چپ 30 سانتی متر روغن اضافه کنی سمت راست آب چقدر میره بالا؟ قبوله؟ خیلی خوب، این دفعه سطح مقطع متفاوته. آقا روش همونه، خوشگل من، عزیز دل من، روش همونه. یعنی نگاه کن همون نیم خط رو بنویس، فشار اضافه شده ضرب دره. آها، فقط فرقش اینجاست. من گفتم اگه سطح مقطع برابر باشه میشه 1/2 دیگه، اینجا 1/2 عوض میشه، یه چیز دیگه میشه که الان بهت میگم. مساوی با روجیش بالا رفته. قبوله؟ خب حالا اون کسره اینجا چی میشه؟ گوش کن کسره رو بهت بگم چی میشه. بچه ها اگر سطح مقطع متفاوت بود اصطلاحا میگیم بچه ها سهم بندی میکنیم. یعنی چی سهم بندی؟ نسبت مساحت ها مهمه، این طرف دو، این طرف آ، یعنی الان سمت راست 1 سهم، سمت چپ 2 سهم، درسته؟ حالا تعداد کل سهم ها میشه چقدر؟ 3 سهم دیگه، 1 سهم راست 2 سهم چپ. حالا اون جایی که تو داری روغن میریزی چند تا سهمه؟ همه جواب بدن. اون شاخه‌ای که تو داری روغن میریزی چند تا سهمه؟ زود باش بگو ببینم. آفرین، یعنی پس ما 2 سهم از 3 سهم رو میخواییم. پس کسری که اینجا میذاری چیه؟ 2/3. فهمیدی؟ نفهمیدی؟ دوباره به توضیح میدم. یا کن؟ اون شاخه که تو داری روغن اضافه میکنی 2 سهم دیگه. خب 2 سهم از چند تا سهم رو میخواییم؟ از 3 سهم. پس اون کسرت اینجا میشه 2/3. برو حالش رو تنها فرقش همینه، بقیهش مثل قبل. تموم شد، دردش تموم شد، همین بود 2/3. حالا این سوال میپرسم، این سواله که میپرسم بعدش میخوام تخفیف ویژه بدم واسه کلاس ها، جایزه بدم ها. حالا میگم کی حواسش جمعه؟ اگر اینجا روغن و سمت راست بریزم اون کسره چی میشد؟ ببینم کی درست جواب میده. حالا اگر اینجا روغن و سمت راست میریختم کسره چی میشد؟ تموم شد، رفت ترکوندی، رفت ترکوندی، رفت تموم شد. بله اگر روغن و سمت راست میریختیم میشد 1 سهم از 3 سهم، کسره میشد 1/3. دمتون گرم، درست گفتیم. آفرین، دیگه بقیش کاری نداره. فشار اضافه شده که مال روغنه، باز میشه رو جی اچ روغن ضرب در 2/3 مساوی با رو جی اچ بالا رفته. رو جی اچ بالا رفته. خب حالا گوش کن پسرم، گوش کن دخترم، جی با جی خند میخوره، اون مایه که اضافه شده روغن دیگه. چگالی روغن چقدر بود؟ 8 تا. چقدر روغن ریختی؟ 30 سانتی متر. ضرب در 2/3 که فرمولمونه، اون مایه که سمت راست میخواد بره بالا آب رشد چقدر؟ 1. این که چقدر میره بالا رو میخوایم. جواب چند میشه؟ جواب چند میشه خوشکلم؟ سی واسه 10، 10 دوتا 20 تا، 20 ضرب در 8 میشه 16 سانتی متر. تمام، تمام. پس یعنی 30 سانتی متر روغنی که تو سمت چپ ریختی باعث میشه آب سمت راست چقدر بره بالا؟ 16 سانتی متر. تمام، اوکی؟ اوکی؟ یه اوکی به من بده ببینم، اگه یاد گرفتی اوکی به من بده. این هم سطح مقطع متفاوتش. مرسی. اگه بازم کسی جایشو نفهمیده، ابهامی داره، مشکلی داره، بپرسه، ما در خدمت. این هم سطح مقطع متفاوت. حالا بچه ها تا اینجا درس یاد گرفتین؟ اوکیه؟ خب
موافقیم بریم دو تا تست کنکور حل کنیم با همین تکنیکی که امروز به یاد دادم؟ دو تا تست کنکور از لولای یوشک بریم حل کنیم با هم. دو تا سوال از جزوه که دقیقاً تست کنکوره میخوایم بریم حل کنیم با هم. ببینیم چیکار میکنید. بسم الله. مثال 19 رو با همین تکنیکی که به یاد دادم حل کن، تست کنکور سراسری. مثال 19، اولین نفری که پاسخ صحیح رو بگه جایزه بهش اهدا می شود. خب آی سالی، معین اکبری رو یادداشت بکنید لطفا، ما بهش یه جایزه بدیم امروز. مرسی آقا معین، جدن از اول کلاس هم فعال بود، خوبم داره جواب میده، دمش گرم. معین جا میکروفونت همیشه وصل کنم؟ آره قابلیت چه داری؟ یه صحبتی با هم بکنیم؟ میشه صداشو بس کنید؟ اگه میتونی صداتو بس کن با هم این سوالو حل کنیم. ما اینجا خب درست شد؟ آقا ما این برادر سلام، چی شد؟ تایید باید بزنی، درخواست رو بهت دادم باید تایید بزنی. میخوان دوباره بهش درخواست بدی؟ ها مرورگر میگه اجازه نمیده. خب نمیشه پس؟ خب یکم چت رو بریم بالا. حالا اوکی مو این که درست کنم نفر اول، حالا با یکی دیگه سوال حل کنم بریم بالا. چت رو بریم بالا، چت رو بریم بالا. میگم دیگه کی گفت بزن یک بیان بعد موین اکبری کیه؟ پریسایی داری ها؟ پریسایی داری، پریسایی داری میکروفون داری عزیزم؟ به پریسا درخواست بدی. سلام، دادی این درخواستو؟ صدا چه ندارم؟ آره الان صدا درست، بلندتر میشه صحبت کن. عالی عالی، سلام خوبی؟ خیلی ممنون. چه خبر؟ سوال حل کردی؟ درس الان یاد گرفتی تو الان؟ بله یاد گرفتم. آفرین. خب گزینه یک به دست آوردی دیگه، درسته؟ حالا موین چون میکروفونش خراب بود دیگه گفتم تو جواب بده. خب بگو میگم چیکار کردی؟ بریم با هم؟ بله. اگه خوب بریم با هم جایزه به تو هم تعلق میگیره. برو ببینیم مثال 19 بگو میگم چیکار کردی؟ سوال 19 گفته اون مایعی که ریستیم آب هستش، پس میای فرمول میگه ریستیم. آره یه لحظه واسه، یه لحظه، یه لحظه واسه. پس اول چه مایعی ریخته بوده؟ اول مایعی به چگالی چقدر ریخته بوده؟
نه اول 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 چه مایه‌ای بوده تو لوله یوشه؟ اول اول مایه‌ای که تو لوله یوشه بوده چگالیش 1.8 بوده، درسته؟ بعد سمت چپ، حالا فرقی میکنه اینجا چون سطح مقطع برابره فرقی میکنه حالا چه سمت چپ چه سمت راست. بعد اومده توی یکی از شاخه‌ها چی ریخته؟ آفرین، 45 سانتی متر آب اضافه کرده. بعد گفتیم ماه پایینی سمت راست چقدر رفته بالا، قبوله؟ بله. خب بگویم چیکار کردی، روش شما چی بود؟ خب چی بنویسم؟ مردی؟ نتت خیلی ضعیفه، راست میگه. چی شد؟ مرد؟ هم به حلش رسید مرد دیگه. به هر حال خداوند بعضی وقتا روزی رو از یکی از بندگانش میگیره. حتی اینترنت ضعیفه، من دارم میبینم میشه اتصال ضعیف، درسته؟ خب اشکال نداره، حالا ما میخوایم قطعش کنیم دیگه. خب ما گفتیم فشار اضافه شده رو اگر سطح مقطع برابر باشه ضرب در 1/2 میکنیم مساوی با رو جی اچ بالا رفته سمت راست میذاریم. این چیزی بود که من به تو یاد دادم امروز دیگه، این چیزی بود که من امروز به تو یاد دادم. اگه سطح مقطع برابر باشه میشه 1/2. خب حالا فشار اضافه شده مگه مال آب نیست؟ میشه رو جی اچ آب. فقط دیگه بچه دیگه عزیمت حرفه‌ای باشین، جی خط میخوره. جی چی میشه؟ خط میخوره دیگه، من جی رو نمیمیسم. روی آب 1 جی خط خورده. اچ آب چقدره؟ چقدر آب اضافه کردی؟ 45. ضرب در 1/2 مساوی با اون ماه پایینه که میخواد بره بالا روش چقدره؟ 1.8. این که چقدر میره بالا رو میخوایم، این که چقدر میره بالا رو میخوایم. علامت سوال تام شد رفت. حالا این ور 45 ضرب در 1/2 میشه 22.5. 22.5 مساوی میشه با 1.8 ضرب در علامت سوال. علامت سوال میشه چی؟ علامت سوال میشه 22.5 تقسیم بر 1.8. آقا اینم نمیخواد حساب بکنی 22.5 تقسیم بر 1.8 گزینه‌ها رو نگاه بکن. 22.5 تقسیم بر 1.8 باید یه عددی کمتر از 22.5 بشه. پس این خداحافظ، اینم خداحافظ، اینم خداحافظ. جواب این تست گزینه 1 میشه. تست کنکور سراسری. فینیش. تمام. همون روشی که بهت یاد دادم. همه دوستان متوجه شدن؟ بچه‌ها فهمیدین؟ اشکال نداره، متوجه شدم اینترنتت ضعیف بود. همون فشار اضافه شده رو اگه سطح مقطع برابر بود گفتم ضرب در 1/2 می‌کنیم مساوی با رو جی اچ بالا رفته می‌ذاریم. فشار اضافه شده مال آب، جیا خط خورد، روی آب 1، ارتفاع آب 45، 1/2 فرمولمون، اون ماه پایینی که میخواد بره بالا روش 1.8، این که چقدر میره بالا هم که میخواییم. علامت سوال شد 12. بچه ها متوجه شدین رچم؟ اوکی؟ خب بریم یه دونه دیگه تست کنکور حل کنیم. فقط قبلش اینو بهت بگم، همیشه این اچ بالا رفته رو ازت نمیخوان ها، همیشه این اچ بالا رفته رو ازت نمیخوان. بعضی وقتا اچ بالا رفته رو میده، یه چیزی از اون مایه اضافه شده رو میخواد ازت. مثلا اچش رو میخواد، جرمش رو میخواد. یعنی منظور من چیه؟ یعنی ممکن مجهول عوض کنه. متوجه من شدی؟ مجهول رو ممکنه عوض کنه. بعد وقتا اچ بالا رفته رو میده، یه چیزی از اون مایه اضافه شده میخواد. بریم تست کنکور حل کنیم ببینیم چیکار میکنیم. تا اینجا معین اکبری یه جایزه از ما دریافت کرده. به پریسا ایدری هم بدیم یا نه؟ حالا خودشون هم درست گفت، اینترنت ضعیف بود، داشت درست میگفت. اسم پریسا ایدری هم یادداشت کنین لطفا. این تست هم هر کی حل بکنه
50% تخفیف کلاس سالیانه فیزیک امسال در خدمتش. برو ببینم مثال 20 ببینیم کی حل میکنه. اینا شماره هاشون هست دیگه سالیاره، میتونیم باشون تماس بگیریم بعد دیگاره. آره اگه تو سایت بچه ها اسمتون رو درست ثبت کرده باشیم بعد از کلاس تماس میگیرن تخفیفشو بهتون میدن. خب گزینه یک نه متاسفانه. دیگه بقیه دوستان بریم تست کنگور سراسری رو میخوام با همین تکنیک حل کنم. دوباره از هم صفر صفر این سوال رو به توضیح میدم. هر کی نفهمیده گوش کنه کامل توضیح میدم. کلکشی که کنده بشه با این سوال دیگه. این تیپ سوالا خوب خوب یاد بگیری. خب بریم بچه ها بریم چیکارش کنیم. خفنگ میخوایم حلش کنیم. برو واسه بچه محلات تعریف کن لولایی شکل چجوری حل میکنیم. آقا مایه کدوم سمت داری میریزی؟ مایه سمت چپ داری میریزی. سلطانی چی گفت؟ فشار اضافه شده زب داره. بچه این 20 این 40 یعنی این آه این دو آه. دوست دارم اون کسره رو خودت بگی چی میشه. بگو ببینم کسره اینجا چی میشه؟ اونجایی که داره فشار اضافه میشه آه. پس کسره چی میشه؟ بدو. آفرین ما این کار درست خوش آمده ازت. آفرین اونجایی که داره فشار اضافه میشه یه سهمه. یه سهم از چند تا سهم؟ از سه سهم. پس کسرت میشه یه سوم. مساوی با روجی اچ بالا رفته سمت راست. قبوله؟ خب حالا گوش کن.
حالا اینجاشو گوش کن بچه ها، اینجا نگاه کن، اچ بالا رفته رو داده، جرم مایه اضافه شده رو میخواد. قبوله؟ گفتم مجهول ممکنه عوض کنه، درسته؟ خب حالا اینجا رو بیا، حالا اینجا رو داشته باش بچه ها. فرمول فشار مایعات گفتم میشه روجیش، درسته؟ اینو که دیگه همه میدونن الان فرمول فشار مایعات روجیشه. اما یه چیزی میخوام بگم، اگه ظرفمون استوان این شکل باشه، برای فشار مایعات یه فرمول دیگه هم میتونیم استفاده کنیم، MgAm. یادداشت کن، اگر شکل ظرف استوانه ای یا مکعبی شکل باشه که اصطلاحا میگیم همگن باشه، برای فشار مایعات غیر از روجیش میتونیم از یه فرمول دیگه هم استفاده کنیم به نام MgAm. درست شد؟ قبوله؟ خب چرا حالا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه مگه جرم مایع اضافه شدن اینو میخواد؟ پس اینجا بهتره بشه فشار روجیش بذاری MgAm که مستقیم M به دست بیاد. حله؟ حله. پس بشه فشار اضافه شده میذارم MgAm ضرب در یه سوم مساویه با روجیش بالا رفته سمت راست. تمام. تمام. حالا باز جیا دوباره خط میخوره، ام مایه اضافه شده رو که میخوای، مساحت سمت چپ چقدر بود؟ 20. یه سوم که فرمولمون داره، اون مایه سمت راستی که میخواد بره بالا روش چقدره؟ 1.5. چقدر رفته بالا؟ بگو ببینم چقدر مایه سمت راست رفته بالا؟ با دو مایه سمت راست چقدر رفته بالا؟ مرسی. بله ارتفاع 50 بوده، میخواد بشه 52. خوشگلم، 52 رو نذاری اینجا، این که چقدر رفته بالا رو باید بذاری 2 سانت رفته بالا. فینیش. تموم. ام اضافه شده مستقیم به دست میاد. 2 تا 1.5 تا 3 تا طرف مسطن کن، 3 تا 9 تا 9 تا 20 تا 180 تا طرف این وسطه، جرم اضافه شده میشه 180 گرم. جواب این تست کوزینگ 3 و تمام. حال کردی؟ یه تست سخت کنکور حساب میشه از لولایو شکل، یه تست سخت حساب میشه. البته ایشالا چند تا مثال که حل کردی مسلط شدی رفتیم جلو، بعدن میبینی دیگه تو سر جلسه کنکور فقط باید همینو بنویسی، بقیهش دیگه باید تو ذهنت باشه، یعنی تو 20 ثانیه تست رو زدی تمومه. حالا یک کم که رفتیم جلوتر ایشالا در تیسال مثال بیشتری حل کردیم، دیگه باید خودت میبینی که فقط همون تیکه سبز رو باید سر جلسه کنکور بنویسی، بقیهش باید تو ذهنت باشه. خوب بود بچه ها، یاد گرفتی؟ کسی اگه سوالی ابهامی مشکلی داره بگه، من دوباره واسهش توضیح بدم. یاد گرفتیم بچه ها؟ پس فشار اضافه شده رو ضرب در یه سوم میکنی مساوی با روجیش بالا رفته. فشار اضافه شده رو من فقط اینجا بجه روجیش گذاشتم MgAm، چون جرمو میخواست برای فشار مایعات ما غیر از روجیش میتونیم MgAm هم استفاده کنیم. جیا که خط خورد، امو که میخواد، آ 20 یه سوم که فرمولمونه، اون مایع پایینی که میخواد بره بالا روش 1.5، چقدر رفت بالا؟ 2 سانتی متر. ام به دست اومد. بعد دقت کردین دیگه، ما چون به جای فشار اضافه شده MgAm گذاشتیم، انگار این چگالی مایع اضافه شده 6 دهم هم اصلا به دردمون نخورد، لازم نبود. بعض وقتا تو سوال اطلاعات اضافی داریم، ما تو تست کنکور اینا داریم میبینیم اطلاعات اضافی داریم، اشکال نداره. اوکی؟ اوکیه؟ بچه میشه یه جوابی به من بدین که من بدونم با دیوار صحبت نمی کنم؟ من واقعا نمیفهم چرا این همه دانش آموز جا میمده، یعنی فکرم شما غیر از این که نسل جدید هستین، فکرم واقعا معتادم هستین، اصلا جواب نمیدین ها کلن؟ ممنونم ازتون که یک اوکی نمیدیم، خیلی خوبی، آفرین. آقا هر کی الان اوکی بده من 10,000 تومن بهش میدم.
کم بود، نه کم بود خدایش، من هم بودم الان با دهتوان چی میدم واقعا، الان واقعا با دهتوان چی میدم. این الان نشونه اقتصادی کشورمون الان نشون دادیم کار کم کلن دایورت کردن، اصلا جواب نمیدن. دمتون گرم، خیلی خوبی. آقای ساده میگه سکوت کردین که قیمت بره بالا، نه قیمت دیگه از بالتر نمیره، میخوام جواب ندین اصلا به درک. خب حالا میخوام با همین تکنیک خفن یک سوال خفن حل کنم. لوله یو شکل بیشتر از دو شاخه دیدین؟ اگه ندیدی الان میبینی. لوله یو شکل بیشتر از دو شاخه، سه شاخ، چهار شاخ، پنج شاخ، اینقدر میتونه شاخهاش زیاد باشه که خودت شاخ در بیاری. میخوام با همین تکنیک خفن یه لوله یو شکل بیشتر از دو شاخه حل کنیم. تست آزمون قلمچی، طراحش هم خودمم. سلطانی جون، لوله یو شکل بیشتر از دو شاخه میخوام واسه حل کنم با همین تکنیک خودمون خفن. بریم ببینیم چیکار میکنیم. سوال خیلی سوال قشنگی ها، حواست جمع باشه. تست آزمون قلمچی بود ها. مساحت شاخه آ سه برابر مساحت دو شاخه دیگره، یعنی اگه این آه این هم آه، این چیه؟ این سه آه. حالا گفته تو شاخه سی، تو شاخه سی 50 سانتی متر روغن میریزیم. خب حالا گفته بگو پس از تعادل آب تو شاخه های بی و آ چقدر میره بالا؟ یه لوله یو شکل بیشتر دو شاخه دارم مصدن میکن. آب تو شاخه های آبی چقدر میره بالا؟ بعد ببین این سوال با همون تکنیک خفنگ خودمون چجوری حل میشه. خب عزیز من، اول از همه یه نکته اینجا بهت بگم. تو این لوله های یو شکلی که بیشتر از دو شاخه، تو این لوله های یو شکلی که بیشتر از دو شاخه، میخوام اینو بهت بگم، وقتی تو سمت راست روغن رو میریزی قطعا آب تو این دوتا شاخه دیگه به مقدار مساوی قطعا میره بالا، حتی اگر سطح مقطع ها متفاوت باشه، حتی اگر سطح مقطع ها متفاوت باشه، آب تو لوله وسط و سمت چپ به مقدار مساوی میره بالا قطعا، شک نکن، حتی اگر سطح مقطع ها متفاوت باشه. میگی چرا؟ میگه آقای سلطانی ما شما رو به دبیر مفهومی میشناسیم تو کشور. چرا؟ دلیل بگو. چشم چشم، دلیلشو میگم. فرض کن آب متفاوت بره بالا. خب اگه آب متفاوت بره بالا، شما وقتی اینجا سطح هم تراز میزنی، من نباید فشار اینا با هم مساوی باشه، فشار این دوتا نقطه. خب اینجوری که اصل هم فشاری نقض میشه، اینجوری که سمت راست بیشتر آب بالاشه، چجوری پس فشار این دوتا نقطه میخواد با هم برابر باشه؟ اصل هم فشاری نقض میشه، پس قطعا باید آب تو این دوتا شاخه به مقدار مساوی بره بالا. و همینجا پس دوتا گزینه میره. کدوم دوتا گزینه میره؟ بگو ببینم. اوکی که جواب میدی، حالا جواب سوال منو بده. پس با این نکته ای که گفتم کدوم دوتا گزینه حذف میشه؟ مرسی. یک و دو حذف میشه، چون گفتم آب تو شاخه وسط و سمشب به یه مقدار مساوی میره بالا. حالا میخوام بگم آب چقدر میره بالا؟ جواب یا سه یا چهار. بازم همون نکته خودم، همون تکنیک خفنگ خودم، برو حالشو ببر. چیکار میکنی؟ میگی فشار اضافه شده زب داره. آها، حالا ببینم این کسره رو کی اینجا درست میگه. فشار اضافه شده کسره چی میشه اینجا؟ اون کسره خودمون زب در چی باید بکنی؟ دمت گرم، دمت گرم، تمومه، ترکوندی. بله، اینجایی که داره روغن اضافه میشه چیه؟ یه سهمه. یه سهم از چند سهم میخواییم؟ یه سهم از پنج سهم میخواییم. پس فشار اضافه شده رو ضرب در یه پنجم میکنی، مساوی با رو جی اچ بالا رفته میذاری. تمام، این که شد همون تکنیک خودمون دیگه.
دیگه شد همون تکنیک خودمون دیگه، برو حالش رو ببر دیگه. فشار اضافه شده رو ضرب در یه پنجم میکنیم واسه با روجه شو بار رفته. خب فشار اضافه شده ما روغنه، روی روغن چقدر؟ 8 جی خط میخوره دیگه، حرفه‌ای باش ننگویس. چقدر روغن ریختی؟ 50 سانتی متر. یه پنجم که فرمولمون داره، اون مایه که میخواد بره بالا آب چگالی چقدر؟ 1. چقدر میره بالا؟ علامت سوال، علامت سوال، تموم. علامت سوال به دست میاد. 50 ضرب در 1/5 10، 10 ضرب در 8 میشه 8 سانتی متر. جواب این تست میشه گزینه 4. تمام. این هم لوله یو شکل بیشتر از 2 شاخه با همون تکنیک خودمون. جونم بپرس، جانم عزیزم، چیه سوالت؟ آره آب گفتم تو هر دو تا شاخه به مقدار مساوی میره بالا. خب آره، باید یکسان باشه. بله، آب تو شاخه آبی قطعا به مقدار مساوی میره بالا. یعنی شما چه شاخه بی چه شاخه آ، بله فرقی نداره برای کدوم شاخه بنویسی دیگه. آره منظور دیگه، آره دیگه، یعنی انگار ما اون روجیش بالا رفته هم میتونی برای شاخه بی بنویسی هم برای شاخه آ، فرقی نمیکنه. منظور همینه فکر کنم. ها نه، خب یا ارتفاع به بالا رفته 8 یا 16 دیگه، چون جواب به این گزینه 3 و 4 که ما 8 به دست آوردیم. با روش اصلی منظورته؟ روش اصلی کتاب درسی منظورته؟ نمی‌فهمم خود چی میگی. آخه ما چیز غیر از این درس نیم. ها فرمول 1/2 نه دیگه، اینجا سهم‌ها متفاوته. نشد، نه سهم تو باید همینجوری نگاه کنی، اونجایی که داره روغن اضافه میریزه یه سهم، یه سهم از 5 تا سهم، نه 1/2 نمیشه. فهمیدم منظورتو. میگیم فرض کنیم مثلا لوله یو شکل 2 شاخه‌ای داریم، آ 1/2 درسته؟ نه نمیشه، سهم ها مهمه، همون 1/5 باید بذاری، 1/2 نمیشه. فهمیدم حالا چی میگی. آره 1/5. آره خب چاکرم. پس حال کردی لوله یو شکل بیشتر از 2 شاخه حل کردم، بازم با همون تکنیک خودم، برو واسه بچه محله تعریف کن. حله؟ خب این هم لوله یو شکل بیشتر از 2 شاخه با همون تکنیک خودمون. خب میام از این. خب عرضم به حضور شما که یک 4-5 دقیقه تا ساعت 7 استراحت بکنید، من یه تیپ سوال دیگه هم واسه حل کنم، برای جلسه صفر امروز کافیه. موافقی؟ یه 5-6 دقیقه تا ساعت 7 استراحت کنید، باز ادامه میدیم بچه ها. خب بریم آقا، من یه تیپ سوال دیگه هم عرضم بزرگ شما به شما یاد بدم، حالا برای جلسه صفر امروز دیگه کافیه. انشاءالله دیگه کلاسامون که به طور رسمی شروع شد در خدمت دوستان هستیم دیگه، اطلاع رسانیمون هم میذاریم دیگه. اون فیلم تطابق کنکورمون هم که گذاشتیم تو کانال، هم تو کانال خودمونه هم تو کانال مؤسسه ایه، حتما اون فیلم تطابق کنکورمون هم بچه حتما ببینید، یه فیلم جالبیه، میتونه تو انتخاب مسیرتون کمکتون کنه. تو خود کانال مؤسسه هم هست، آخرین فیلمی هم هست که من تو کانال خودم گذاشتم دیگه، میتونید نگاه کنید. این فیلم تطابق کنکورمون، تحلیل‌های آزمون هم، آزمون‌های آزمایشی هم تو کانالمون میذاریم بدون فاصله. این بچه این بدون فاصله. خب بریم یه تیپ دیگه حل کنیم. میخوام سوالاتی که عرضم به حضور شما چند تا مخزن گاز داره رو بهتون یاد بدم. خوب گوش کنید.
سوالاتی که چند تا مخزن گاز دارن که قطعا همه تو هم دیدی. مثلا اگه یه مخزن گاز اینجا بهت میده، به این صورت یه همچی چیزی، اینجا گاز یکه، اینجا گاز دوه، بعد اینجا مثلا آبه، این فاصله مثلا 10 سانتی متره، اینجا هم جیوهه، اینجا هم مثلا 20 سانتی متره، پس اینجا شد جیوه، اینجا شد آب. خب چگالی آب 1 گرم بر سانتی متر مکعب که میشه همان 1000 کیلوگرم بر متر مکعب، چگالی جیوه هم که 13600 کیلوگرم بر متر مکعبه. چگالی جیوه هم 13600 کیلوگرمه بر متر مکعب. اینجا ما پی صفر رو داریم که 10^5 پاسکاله. حالا سوال گفته فشار گاز یک چقدره؟ سوال فشار گاز یک رو میخواد. قطعا این تیپ سوالا رو تو سال دهم دیدین، درسته؟ چگالی رو توضیح میدیم. حالا من از فشار اصلا شروع کردم، این جلسه صفر رو شما فکرم از اول کلاس نبودی، من توضیحات کامل رو دادم. حالا حتما فیلم آفلاینش رو ببین، توضیح دادم اول کلاس که چی کار میکنیم. من اصلا این جلسه صفره، فعلا اومدم از فشار شروع کردم، لولای یوشک. انشاءالله کلاس هم که به صورت رسمی هفته آینده استارت میخوره، بعد اصلا از اول شروع میکنیم به درس دادن، همه چی رو کامل میگم. فیلم آفلاین رو کجا میتونم ببینم؟ تو سایت، حالا تو همون سایت پنل، تو کانال خودم مثلا میذارم فیلم جلسه صفر رو، توی کانال خودم هم میذارم. شما فکر اصلا کلا از اول کلاس نبودی، خیلی ما توضیحات مفصل و کاملی رو دادیم برای کلاس همون، توی سایت هم میذاریم. آره، همونجا که کلیک کردیم اومدین تو، همونجا پایینش میذاریم. حالا احتمالا من فیلم جلسه صفر رو تو کانال خودم هم میذارم استثنائن، حالا اگه یعنی لینکش رو تو کانال خودم هم میذارم وقتی مؤسسه گذاشت. حالا هر جا ببینی درست. تمام، این از این. اون توضیح، خیلی توضیح مفصلی اول کلاس دادیم، بعدم برسیم. خب بچه این تیپ سوالا رو حتما خیلی دیدین، خیلی سوالات معروفیه و باز ما این تیپ سوالا رو میخوایم با یک روش خیلی خفن یاد بدیم. خب روش اصلی حل این سوالا چی بود اگه یادتون باشه؟ شما می اومدی یه همتراز مثلا تو لوله یوشک سمت راست می زدی، این فشار گاز دو رو حساب می کردی، بعد یه همتراز می اومدی تو لوله یوشک سمت چپ می زدی، فشار گاز یک رو به دست می آوردی. یا توی روش اصلی حل این سوال این بود دیگه، درسته؟ خب اما من می خواهم یه تکنیک باز برای این سوال ها بهت یاد بدم. تکنیکی که بهت یاد می خواهم بدم خیلی قشنگه و با این تکنیکی که من بهت میخوام یاد بدم اصلا این فشار گاز دو رو اصلا لازم نیست حساب کنی، اصلا فشار گاز مخزن دو رو لازم نیست حساب کنی. چیه تکنیک؟ گوش کن یاد بگیری خفنگه ها. ما تو این سوالاتی که چند تا مخزن گاز میدن چیکار میکنیم؟ از یه طرف شکل، یعنی منظور این نقطه آ، حرکت میکنیم، میریم 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 به یه طرف دیگه شکل میرسیم، نقطه بی. از آ حرکت میکنیم میریم به نقطه بی. خب بعد چیکار میکنیم؟ حالا بعد چیکار میکنیم؟ هر جا که تغییر فشار داریم تغییر فشارا رو میمیسیم. حالا جواب سوال منو بده، تو مایعات وقتی میریم پایین فشار زیاد میشه یا کم میشه؟ جواب بده، تو مایعات وقتی میریم تو عمق زیاد فشار زیاد میشه یا فشار کم میشه؟
مرسی. تو مایعات وقتی میریم پایین فشار زیاد میشه. چه عجب جواب دادی. حالا تو مایعات وقتی میریم بالا چی؟ فشار کم میشه زیاد میشه وقتی میریم بالا؟ وقتی میریم بالا، وقتی میریم با عمق کمتر فشار کم میشه زیاد میشه؟ مرسی، فشار کم میشه. پس وقتی از آ حرکت میکنی میری به بی، هر جا که تو مایع رفتی پایین مثبت روجیش یعنی فشار زیاد میشه، هر وقت میرفتی بالا منهای روجیش فشار چی میشه؟ کم میشه. قبوله؟ بیا ببینیم چیکار میکنیم. از نقطه آ حرکت میکنی میریم به نقطه بی. اول پی آ رو مینویسی. خب بچه اول 10 سانتی متر میام پایین، میام پایین فشار چی میشه؟ زیاد میشه. پس یه به علاوه روجیش آب اینجا دارم. خب اول اومدم پایین، خب رسیدم به اینجا. اینجا هر چقدر بیام پایین اینجا هم همونقدر میرم بالا. این دوتا هم دیگر رو چیکار میکنن؟ خونسا میکنن، درسته؟ پس هیچی نمیمیسن. حالا خفن بودن روش اینجایه. وقتی میری تو گاز فشار هیچی تغییر نمی کنه، لبخند میزنی رد میشی، هیچی هم نمی میسی. برو حالش رو من، یعنی اصلا طبق روش من فشار گاز مخزن دو رو نمیخواد حساب کنی، لبخند بزن رد شو. بعد اینجا هم هر چقدر میای پایین اینجا هم همونقدر میری بالا، باز این دوتا هم دیگر رو خونسا میکنه، هیچی. حالا از آخر اینجا چقدر میری بالا؟ 20 سانت میری بالا. 20 سانت میری بالا. پس فشار کم میشه زیاد میشه؟ کم میشه. یه منهای روجیش هم اینجا داری، روجیش جیوه. رسیدی به نقطه بی، رسیدی به نقطه بی مساوی با پی بی میذاری. حالا فشار نقطه بی هم که خودش چیه؟ همون پی صفره، 10^5. تمام. از اینجا فشار نقطه آ که همون فشار گاز مخزن یکی عزیز من به دست میاد. برو حالش رو ببر. فشار آ که همون فشار گاز مخزن یکه، میخوایم روی آب 1000 جی 10. چقدر تو آب اومدی پایین؟ 10 سانتی متر یا 1/10 متر. منهای روی جیوه 13600 جی 10. چقدر تو جیوه رفتی بالا؟ 20 سانتی متر یا 2/10 متر مساوی با پی بی که همون پی صفر 100000. تمام. این معادله رو حل میکنی، حالا دیگه معادلش با خودت، فشار گاز مخزن یک به دست میاد. تمام. حل کردی؟ حالا 500 تا مخزن گاز بده تو کنکور. فشار گاز اون مخازن وسط هیچ کدومشون مهم نیست. بر حالش رو ببن. اگه فشار گاز مخزن دو رو بخواد، بله باید با هم تراز بری، با روش اصلی بری. اگه فشار گاز مخزن دو رو بخواد، بله باید با هم تراز بری. اگه فشار گاز مخزن دو رو بخواد، بله. تمام. پس یه بار دیگه میگم، از آ حرکت کردیم رفتیم به سمت بی، اول 10 سانتی متر اومدیم پایین، یه به علاوه روجیش، بعد دیگه هیچی هیچی تو گازم که لبخند میزنی، هیچی هیچی هیچی، بعد 20 سانتی متر رفتی بالا، یه منگار روجیش جیوه هم اینجا داری، رسیدی به نقطه بی، رسیدی به نقطه بی مساوی با پی بی میذاری، پی بی هم که بالاش همون پی صفره دیگه، پی صفر رو داری، روجیش هم همه رو داری، فشار آ که همون فشار گاز مخزن یک به دست میاد. تمام. یاد گرفتی؟ این هم این تیپ سوالا که با این روش خفنگ ما حل میکنی. یاد گرفتی بچه؟ اوکی؟ اگه سوالی داریم بپرسی. خب این هم یه تیپ سوال دیگه. خب برای جلسه صفر کافیه، حالا من دیگه این جلسه خیلی خسته تو هم نمی کنم، ولی لولایوشه گنگوز ادامه داره. حالا ایشالا کلاسه سالیانه اصلیمون که شروع بشه، لولای یو شکل شیردار رو داریم، این تیپ سالا مثل مثال 24 همه چی رو کامل تو جزوه آوردم. این مثال 23 که دقیقا شبیه تست کنکور 1401 بود اومد، این لولای یو شکل شیردار رو داریم، یعنی تو جزوه همه این سال آوردم،
همه سوالو بهت میگم. لولایی رو شکل شیردار، سطح مقطع یکسان، سطح مقطع متفاوت، اینا دیگه همه آنچه خواهید دید ها، اینا همه دیگه آنچه خواهید دیده. انشاءالله دیگه کلاسامو که به طور رسمی شروع شد همه اینا رو من به طور مفصل به درس میدم. آقا یاد گرفتی؟ حله؟ خوب بود کلاس عزیز من؟ دمت گرم. آقا معین اکبری، شما با یه تخفیف ویژه میتونی کلاس ما رو شرکت کنی و همچنین پریسا حیدری، دمتون گرم. بازم اگر صحبتی، سوالی، حرفی داشتین، تلگرام ما در خدمتتونیم، یا حالا با خود حتی مؤسسه در ارتباط باشین برای بحث ثبت نام کلاس ها اینا. خیلی خوب بچه ها بتر کنید، دوستتون دارم. کلاس هامون از هفته بعد به طور رسمی پنج شنبه آنلاینمون، پنج شنبه دیگه توضیحات کامل دادم اون صحبت اول کلاس فراموش نشه. بازم اگر صحبتی، سوالی، ابهامی داشتین ما در خدمتتونیم. خسته نباشید. یا علی، خدا نگهدار.